یک شاخه داره، شاخه بانوان، که الان دومین دوره کمیته اجراییش هست و یه اساسنامه‌ای داره که توی سایت انجمن فیزیک هست، میتونید بخونید و برنامه هایی داریم. اینکه شاخه شاخه بانوانه، منظور این نیست که همه دستندرکاران خانوم ها هستن. ما هم توی هیئت مدیرمون هستیم، داشتیم دوره های قبل، هم توی اعضایی که تو شاخه هستن بسیاری از آقایون هستن که عضو هستن. اما موضوع این هستش که ما میخوایم توی مسائلی رو که شاخه میخواد بررسی کنه، مشکلاتی هست که خانوم ها با اون حالا در محیط کاری، اجتماعی یا مسائل علمی باهاش برخورد میکنن، بتونیم حالا هر چقدر که توانش رو داشته باشیم این مشکلات رو برطرف کنیم. بنابراین حضور آقایون حتی خیلی میتونه مفید باشه، بتونن راهکارهایی بدن، بتونن کمک بکنن برای حل مشکلاتی که برای خانوم ها وجود داره. من حالا از همه دوستانی که اینجا هستن و عضو شاخه نیستن دعوت میکنم که عضو شاخه بشن، شاخه بانوان رو به بقیه دوستان معرفی بکنن. حالا ما چون این شاخه زمان زیادی نیست شروع به کار کرده، شاید که الان خیلی فعالیتاش به چشم نیاد، ولی امیدواریم که در آینده به کمک همه دوستان بتونیم فعالیتهایی رو انجام بدیم در رابطه با خانوم ها و بتونیم مشکلاتی رو حل بکنیم. از همه دوستانی که ایده دارن، کاری بلدن، میتونن کمک کنن به شاخه، دعوت میکنیم که حتما عضو شاخه بشن، با ما در تماس باشن، توی برنامه هایی که در آینده شاخه میخواد برگزار بکنه با ما همکاری کنن. از همگی دوستان متشکرم. این میز گرد رو ما قسمت اولش رو امروز میخوایم برگزار کنیم. خب میز گرد مشخصه دیگه، یک سری سوال مطرح میشه، یک سری نظرات در مورد اون سوال داده میشه و یک جمع‌بندی میشه در نهایت که حالا هر کدوم از این سوال‌ها به یک نتیجه و جمع‌بندی رسید، میذاریم کنار و سوال بعدی رو مطرح میکنیم. اگر این میزه گرد مورد استقبال باشه و ما بتونیم از نتایج این میزه گرد استفاده کنیم، در نظر داریم که دوره‌های بعدی، یعنی شماره‌های 2 و 3، تا هر زمان که لازم باشه این میزه گرد رو برگزار بکنیم. امروز به عنوان شروع میخوام در مورد موضوعی صحبت بکنم که همه باهاش درگیر هستیم دیگه، آموزش مجازی. خب به دلیل بیماری کووید 19 که همه گیر شد، ما مجبور شدیم که آموزش حضوری رو تبدیل بکنیم به آموزش مجازی. اما اینکه این آموزش مجازی میتونه مثبت باشه، آیا میتونه بهتر از آموزش حضوری باشه، و مهمتر از همه این که اگر روزی شرایط عادی بشه و ما دوباره بتونیم به آموزش حضوری ادامه بدیم، آیا هنوز ترجیح میدیم آموزش حضوری داشته باشیم یا فکر میکنیم که این آموزش مجازی شاید از بعضی لحاظ مثبت‌تر باشه؟ در مورد این سوال دوستانی که میخوان صحبت کنن، من ازشون درخواست میکنم یه علامت دست هست، روی اون علامت کلیک کنن و نظرشون رو بگن. قبل از اینکه دوستان بخوان صحبتی در این زمینه بکنن، من میخوام از خانم دکتر ایرجی درخواست کنم که ایشون هم یک صحبتی در مورد شاخه و این میزه گرد داشته باشن و بعد ما بریم در مورد سوالهایی که اینجا الان مطرح میشه صحبت بکنیم. ما صدای خانم دکتر ایرجی رو نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همگی. آقای دکتر اشتهادی که مسئول انجمن فیزیک هستن، خانم دکتر کیمیاگر که مسئول شاخه هستن، آقای دکتر مشفق عضو هیئت مدیره هستن و همه حاضرین از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها و همچنین افراد علاقمند به موضوع آموزش مجازی. اگر اجازه میدید من یک پرزنتیشنی خانم دکتر آماده کردم راجع به آموزش مجازی، مواهب و چالش ها، و من به دو مقوله اگه اجازه بدین بپردازم، حالا ترتیبش هر وقت که شما صلاح میدونی. یکی مقوله زنان و آموزش مجازی، چون به هر حال این شاخه شاخه بانوان هست و خوبه که راجع به مسئله حالا
نمیگم مشکلات، بلکه مواهبی که ممکنه برای خانم های فیزیک پیشه هم ایجاد بشه صحبت کنم، و یه بخشی هم راجع به آموزش درس های عملی به صورت مجازی. حالا نمیدونم اجازه دارم پرزنتیشن رو ارائه بدم یا نه، 11 تا اسلاید. خواهش میکنم خانم دکتر ایرجی، خیلی زحمت کشیدید که اسلاید رو تهیه کردید. ما همیشه از تجربیات شما استفاده کردیم و خوشحال میشیم که باز هم نظرات شما رو در این زمینه بشنویم. خواهش ادامه بدید. میکنم، منم خوشحال میشم که کمک بدین در آخر برای کامنت ها. من اگه اجازه بدید، احتمالا من تصویرم قطع میشه و شما به من بی زحمت بفرمایید که صفحه آیا خوب دیده میشه یا نه. بله، الان اسلایداتون رو داریم. بله بله، تحت عنوان مواهب و چالش های آموزش مجازی با تاکید بر دو مقوله زنان و فیزیک تجربی، فرمودید که من خیلی کوتاه راجع به شاخه صحبت بکنم. ببینید، به هر حال انجمن فیزیک درسته کار تخصصیش فیزیکه، ولی به هر حال به عنوان یه سوسایتی مطرحه و نمیتونه راجع به مسائل فرهنگی بی توجه باشه. در نتیجه یکی از مقولات فرهنگی بحث به قول معروف، حالا نمیگم ماینوریتی، ولی به هر حال اعضایی هست که ممکنه که نیاز داشته باشن که یه مقدار یا توجه بشن و یا مسائلی دارن. یکی از این شاخه ها پس میتونه شاخه مرتبط با بانوان باشه که به هر حال نیمی از اعضای جامعه هستند و این سالها نشون دادن که چقدر علاقمند و چقدر با پشتکار وارد صحنه های مختلف علوم و فناوری شدن از جمله فیزیک، و در نتیجه نیاز است که به عنوان یک پتانسیل بهشون توجه بشه. در سال 93 این شاخه ایجاد شد و کارش خب بیشتر تبیین لزوم داشتن شاخه، برگزاری گرد همایه ها، وبینار ها که این هم یکیشه، ایجاد بانگ اطلاعاتی، ارتباط با سایر گروه ها، استفاده از فرصت های قانونی و مشاوره‌ای برای کاهش شکاف جنسیتی و یافتن روش هایی برای تقویت علمی و توانمندسازی و اثرگذاری زنان در فیزیک. اما به هر حال برمیگردیم به اصل نشستمون که مواهب آموزش مجازیه، که من خیلی سریع مرور بکنم. به هر حال آموزش مجازی درسته مجبور شدیم، ولی یک فرصتی هست. چرا؟ چون به هر حال به دلیل کاهش رفت آمد و عدم نیاز به حضور فیزیکی مورد توجه میتونه باشه. جذابیت بصری و شنیداریش، کاهش هزینه ها و صرف جویی های اقتصادیش میتونه جذابیت بیاره. و از دیگر جذابیت هاش اینه که ما میتونیم از مدرسان مجرب در همه جای دنیا استفاده بکنیم و در واقع احتمال اینه که به عدالت آموزشی نزدیک بشیم از طریق آموزش مجازی زیادتره. محتوای آموزشی رو میشه با جدیدترین متدهای آموزش افزایش داشت و همچنین برای افرادی که درگیری های شغلی دارن امکان تلفیق آموزش و یادگیری با مشغله های دیگه بیشتر فراهمه. خب برای آموزش مجازی ما محدودیت زمان و مکان همونطور که خدمتون گفتم نداریم و حتی میتونه کمکی باشه برای اینکه ما به طور مستقل یاد بگیریم و میتوانیم حتی آموزش رو دانشجو محوری کنیم و آموزش خاص برای هر فرد طراحی بشه. اما علارغم این مواهب یه چالش هایی هم هست، از جمله اینه که ما واقعا آموزش خودمون ندیدیم. برای نحوه دادن آموزش های مجازی نیاز داریم به
یادگیری فن آموزش و بحث اینه که به هر حال آموزش نیازی مجازی نیاز به ابزار داره، نیاز به زیرساخت داره، نرم افزار، اینترنت، و ممکنه دسترسی همه جا امکان نداشته باشه. بخش پرسش و پاسخ و تعامل حضوری و به قول معروف فیس تو فیس اینتراکشن خب ضعیف هست و همین باعث ممکنه بشه که دانشجو بی علاقه باشه، دانش آموز بی علاقه باشه و مدرس هم هیچ کنترلی بر اینه که آیا گفته هاش و زحماتش فایده منده نداشته باشه. و خلاصه مطلب ممکنه که این تعامل بین همکلاسی هام کم باشه و علل اصول بازخورد داشتن استاد یا مدرس هم سخته و ارزیابی هم به تبع سخت میشه و گاهی غیر ممکن میشه و گاهی هم منجر به این میشه که خدایی نکرده تقلب و یا شیوه های نوین در تقلب که یکی از مباحث شاید امروز ما باشه هم ممکنه گسترش پیدا بکنه. و علاوه بر اون خب اگر خیلی ما ادامه بدیم ممکنه که وابستگی به دنیای مجازی زیاد بشه و در حد یک بیماری و اختلال بشه. و به هر حال اون نقش تربیتی و الگو بودن مدرس برای دانشجو یا دانش آموز ضعیف هست. و خلاصه مطلب اینه که ممکنه که حتی در امورات شخصی و امورات خانواده هم دردسرهای ایجاد بشه و در این بین خب قطعا خانوم ها بیشتر درگیر این چالش ها میشن. دلیلشون هم اینه که خب بالاخره خانوم ها حالا هم به خاطر مسائل فرهنگی در نقاط دور افتاده ممکنه اصلا عدم دسترسی داشته باشن به حتی آموزش معمولی، چه برسه آموزش با تکنولوژی، داشتن لپتاپ و موبایل و غیره. و از اون طرف هم بالاخره خانوم ها ممکنه که نگرانی هایی هم براشون در استفاده از صوت و تصویرشون در فضای مجازی باشه و با توجه به اینه که هنوز این مسائل جا نیفتاده همیشه این شرم و نگرانی هست و ممکنه این روی مشارکتشون هم در کلاس ها تأثیر بذاره. خب به طب خانوم ها در خانه مسئولیتشون شاید بیشتر باشه و همچنین انتظار بیشتر. یکی از دانشجوهای من میگفتش که برادر من راحت از صبح تا شب پای لپتاپ میشینه برای آموزش، ولی به هر حال خونه از من انتظار دارن که آشپزخونه هم سر بزنم و به کارهای خونه هم بپردازم در این حالم به درس ها. خب اگر یه خانومی بچه کوچیک داشته باشه خب قطعا همونطور که میبینید باید بچه داری بکنه در کنار کارش. و به هر حال اگر که فرزند مدرسه رو هم داشته باشه باید پا به پای فرزندش درس ها رو مرور بکنه و در کنار این فشارها و استرس هایی که وارد میشه خب مشکلات جسمی هست، چیزی که شایع، کمردرد، گردن درد و مسائل دیگه جسمی، و در کنار اینها نگرانی ها و استرس هایی که در بحث های بالاخره گروه شاغلان پیش میاد مثل استخدام، ارتقا. و خلاصه مطلب همه اینا باعث شده که در سطح بین المللی مطرح میشه که این اپیدمی چه تأثیری داره میذاره روی زنان، مخصوصا در حوزه تحقیقات. و همونطور که میبینید در من حالا یک نمونه آمار آوردم، همونطور که میبینید تعداد مقالاتی که سابمیت میشه در آرکایو یا بیو، حالا نمیدونم در حوزه پزشکی، به خوبی نشون داده که در این مدت حالا در سالهای 2019 تا 2020 تعداد
مقالاتی که خانوم ها سابمیت کردن رشدش کمتر از آقایون بوده و به هر حال این نشون میده که خانوم ها به نحوی درگیریشون بیشتره و حالا این بحث احتمالا یه بحث چالشیه که خوبه که ادامه بدیم و ببینیم ما چه پیشنهادایی داریم. از جمله پیشنهاداتی که به ذهنم رسید بحث ترویج رعایت اخلاق آموزش مجازی هست، مخصوصا در حوزه‌ای که مرتبط با جنسیت هست، درک زمان مناسب برای کلاس‌ها، تدریس، جلسات. ما در جلسه‌ای که با دانشجوهای دختر داشتیم میگفتن که گذاشتن وقت جلسات و کلاس‌ها در ساعات نامتعارف. بحث اینه که واقعا ما چیکار کنیم که استرس کم بشه و بتونن خانم ها مدیریت کنن زمانشون رو و وقتشون رو. و خلاصه مطلب برای خانم هایی که شاغلن در به عنوان عضویت علمی، واقعا حذف یک سال از بازه دوره ارزیابی برای دورانی که به هر حال این فشار کار از راه دور بوده، به علاوه مسائل دیگه‌ای که در پژوهش داشتن، عدم دسترسی به آزمایشگاه‌ها و غیره. به هر حال این بخشی از صحبت‌های امروزه که خوبه که نظرات رو داشته باشیم و به عنوان یه جمع‌بندی عرضه کنیم. خانم دکتر، من بخش دومم ادامه بدم؟ خواهش میکنم ادامه بدید. بخش دومی که به هر حال آموزش مجازی باعث یه چالشی شده، بحث دروس عملی و آزمایشگاهی هست که به هر حال همونطور که میدونید بخش عمده از دروس ما در دانشگاه ها، مخصوصا رشته فیزیک که یه علم تجربی هست، مرتبط به آزمایشگاه ها و دانشجوها بالاخره هر ترم 1 یا 2 درس آزمایشگاهی دارن، اگر رشته های مهندسی باشن که قطعا بیشتر. و بحث اینه که خب بالاخره اگر ما یک درس عملی رو، حالا اهدافش رو من به 7 بخش تقسیم کردم، ممکنه بیشترم باشه، یه دور با هم مرور کنیم، میبینیم که بخشی از این اهداف متأثر میشه از نحوه آموزش. اگر انتظارمون این باشه که یه درس عملی کسب و توسعه تجربه، طراحی و حل مسئله و آنالیز، آشنایی و انجام دادگیری و آنالیز داده ها، آشنا شدن با روش های آزمایشگاهی و دستگاه ها و مواد و روش های کار با مواد و توسعه تجربه عملی هست و همچنین به هر حال وقتی داده داشته باشن، تدوین گزارش های فنی و بحث و نتیجه گیری و بعد اظهار نظر علمی و فنی و بعد تلفیق نتایج تجربی و نظری باشه، ما میبینیم که اون بخش هایی که من قرمز کردم رو به راحتی نمیتونیم منتقل بکنیم از طریق آموزش مجازی، گرچه بخش های دیگر رو شاید بتونیم. بنابراین اگر که من یه تجربه داشتم در 2 ترم گذشته که آزمایشگاه رو تدریس کردم و اگر که اجازه بدید که ما آموزش دروس عملی رو هم بریم به سبک مواهب و چالش ها، ببینیم در نهایت چه میتونیم بکنیم. البته ما اگر که دوستان آزمایشگاهی رفته باشن برای به عنوان حالا دانشجو یا به عنوان معلم، دیدن که عموما انتظار ما در آزمایشگاه اینه که بریم یه آزمایشی رو انجام بدیم و شاید در آزمایشگاه کمتر به پایه‌های نظری آزمایش ها میرسیدیم. آموزش مجازی این امکان رو به ما میده که به پایه‌های نظری بیشتر توجه بکنیم و بعد اینه که هر آزمایشی رو ما با روش‌های مختلفی میتونیم انجام بدیم، هر پدیده رو بررسی کنیم که معمولاً توی آزمایشگاه‌ها یکی رو انتخاب می‌کردیم. آموزش مجازی اجازه میده که روش‌های مختلف رو حداقل
نام ببریم، یک کمی راجع بهش تو صحبت بکنیم و ارزیابی بکنیم. ما در آموزش مجازی دیگه مجبور نیستیم که هر یه دانشجو یا دو دانشجو در یک گروه و یه آزمایش باشن، بلکه میتونیم تعداد بیشتری همراه هم آزمایش بکنن و با هم اینتراکشن داشته باشن، حتی در آزمایشگاه به هم کمک بدن برای اینه که بتونن یه دیتا رو اولویت کنن، ارزیابی بکنن. و همچنین میتونیم از فیلم و انیمیشن استفاده بکنیم، یعنی از اون جاذبه های بصری استفاده کنیم برای درک یه پدیده. میتونیم به آنالیز داده ها که بسیار مهمه و معمولا دانشجوهای ما ضعف دارن بیشتر توجه بکنیم، و همچنین گزارش نویسیم که در مقاله نویسی خیلی میتونه کمکشون بده، و همچنین بحث کاربردها و دانش عمومی. ولی علارغم اینه که به تجربه دیدم که میتونم خیلی از بخشایی که کمتر توجه میکردم حالا در آموزش مجازی بیشتر توجه بکنم، ولی چالش هایی واقعا برخورد کردم، و اون اینه که اصلا خیلی از دانشجوها ابزارها رو تا اون جلسه ندیده بودن، مخصوصا دانشجوهای سالهای پایین تر، و اصلا درک درستی از خیلی ابزارهایی که ممکنه برای دانشجوها برای کار تجربی بعدن به صورت یه ابزار مطرح بشه نه لمس کرده بودن نه دیده بودن. در نتیجه انگیزش این دانشجوها واقعا مشکل بودش، و واقعا نمیشد به راحتی اون با اونها ارتباط برقرار کرد، خصوصا در علم فیزیک که واقعا یه علم تجربی هست. و همین باعث میشه که اون بحث خیلی مهمی که فرد در آزمایشگاه یاد میگیره و اون مبارزت، اون دقت، اون تکرار، اون حوصله هست که یک آزمایشگر باید داشته باشه رو واقعا نمیتونستیم در این جلسات بدیم. علاوه بر اونم خب نرم افزارهای فارسی کمه، تجهیزات برای اتصال دستگاه ها برای کنترل از راه دور کمه، و در نتیجه پیشنهادی که من دارم برای انجامم و امروز خوبه راجع بهش صحبت بکنیم اینه که بالاخره اگر که ما بخوایم این آموزش مجازی رو حتی بعد از کرونا ادامه بدیم که باید ادامه بدیم، باید یه جوری این تجارب رو جمع بکنیم، گردآوری بکنیم، به علاوه فیلم ها، نرم افزار هایی که مفیدن برای آموزش فیزیک. و حتی من خواهش میکنم که مخصوصا افرادی که درگیر سیمولیشن هستن تشویق بکنن که یه سری نرم افزارهای جذاب آموزشی طراحیش، ساختش اینها در انجمن فیزیک باشه و رایگان همه بتونن استفاده بکنن، و یه سری آزمایشگاه های آنلاینی ما بتونیم داشته باشیم. خیلی ممنون از توجهتون و ببخشید اگر من یک کمی طولانی صحبت کردم. متشکرم. خیلی ممنون خانم دکتر ایرجی به خاطر صحبت های خوبی که کردید. من میخوام که از دکتر اشتهادی رئیس انجمن فیزیک دعوت کنم که ایشون هم صحبتاشون رو بفرمایند تا بعد ما ادامه بدیم دیگه. دکتر اشتهادی بفرمایید. من مجددا سلام دارم شما و تمام عزیزانی که توی جلسه هستن. تشکر میکنم از همکاران شاخه زنان که زحمت هماهنگی این جلسه رو کشیدن. موضوع مهمیه و موضوع روز ماست، در واقع همه داریم در موردش فکر میکنیم، سعی میکنیم درگیرش هستیم، چه در فضای آموزشی به عنوان اگر به عنوان مدرس هستیم، چه در فضای آموزشی چه به عنوان محصل اگر هستیم یا در درگیر با محصلین هستیم. همه میدونیم که دنیای ما تغییر داره میکنه، دنیای جدیدی شده. یعنی اگر بخوایم که داستان انسان رو واقعا برگردیم به گذشته انسان، اون چیزی که شاید ما رو متفاوت میکنه از تمام حیوانات دیگه این همین مبحث آموزشه. یعنی اینکه اگر به تاریخ
بشر نگاه بکنیم، تا 34,000 سال پیش بشر هیچ یک موجود ابزارسازی بود بین مثل خیلی از نخستین های دیگه که توانایی ابزارسازی داشتن، ولی ظاهرا از 34,000 سال پیش نشون داده میشه، آثاری که کشف میشه اینه که نقش شروع فرایند آموزش، یعنی اینکه تا قبل از اون هر فرد بشر برای حل مشکلاتش ابزار می ساخته و سنگی رو مثلا برای آماده می کرده به عنوان چاقو استفاده می کرده، ولی تا قبل از 34,000 سال پیش شما نمی تونید از آثار باستانی تا گذر زمان رو درک بکنید، یعنی اینکه زمان بر روی آثار باستانی به جای مونده از انسان‌های نخستی وجود نداره. از حدود حالا این 70,000 سال، بعضی ها 40,000 سال، بعضی ها 30,000 سال پیش اتفاقی که میفته، وقتی که شما میایید آثارهای باستانی رو نگاه میکنید، میبینید که یک تحولی وجود داره که این تحول نشون دهنده گذر زمانه، یعنی اینکه ابزارها شروع میکنن روز به روز بهتر میشن و این به معنی اینه که فرایند آموزش شروع شده، یعنی از یک جایی به بعد دیگه فرزند از پدرش از مادرش یاد میگیره کارهایی که اونها بلد بودن و یک چیزی بر اون اضافه میکنه و این رو به فرزندانش دوباره آموزش میده و بعد از این در مراحلی این آموزش از سطح خانواده خارج شده، از سطح وارد سطح جامعه بزرگتر شده، با خط، با ورود خط این زمانی از نظر گسترش زمانی و مکانی شده افزوده شده، یعنی اینکه دیگه حالا لازم نیستش که حتما افراد در تماس با هم باشن که آموزش بگیرن، از هم دیگه میتونه منتقل بشه هم در زمان هم در مکان، چیزهایی که بلد هستند منتقل بشه به دیگران آموزش داده بشه. با پیشرفت بشر در سالهای گذشته خب این سیستم آموزش هی روز به روز متحول شده، ولی خب میبینیم که تا چند سال پیش ما همچنان بر اساس آموزش رو در رو بیشتر برنامه ریزی میکردیم و بشر پیشرفتش بر اساس این بود، هرچند علائمی ظاهر شده بود برای اینکه نیاز به یک تحولی وجود داره. خیلی از نقاط دنیا دانشگاه‌ها شروع کرده بودن به بحث آموزش مجازی، ولی هیچ کس این آموزش مجازی رو اینقدر جدی نمی‌گرفت که این دو سال در یک سال گذشته کرونا مجبورمون کرد جدی بگیریمش و امروز سیستم آموزش ما کاملا تحت تاثیر موضوع کرونا عوض شده. و این سوالی که الان خانم دکتر کیمیاگر اول جلسه هم پرسیدن سوال خیلی جدیه که آیا این تحول برگشت پذیره یا برگشت ناپذیره؟ آیا اتفاقی که افتاد در آموزش، تغییراتی که داره در آموزش میده، ما رو وارد یک عصر جدید آموزش میکنه، یا اینکه این یک دوران خیلی محدود و گذراست و ما احتمال داره برگردیم به ساختار قبلی؟ بیشتر نشانه ها به نظر میرسه که دوران گذرا نیست، یعنی ما وارد یک تحول جهانی شدیم در فرایند آموزش و خیلی مهمه که دانشگاه‌های ما، مدارس ما، معلمین ما، دانش آموزان ما، همه دانشجویان ما، همه و همه این با این فرایند همگام باشند و نمیشه از این فرایند فرار کردش. مطمئناً باید تغییر و تحولات صورت بگیره که این تغییر و تحول همه آن چیزی است که لازمه بهش فکر بکنیم. من فکر می‌کنم که الان بیشتر از این وقت دوستان رو نگیرم. خیلی ممنون از خانم دکتر یعقوبی‌زاده که تو مسئله خیلی جدی رو در مورد آموزش مطرح کردن، یکی مشکلات آموزش مجازی برای زنان، چه در قالب چه به عنوان مدرس چه به عنوان محصل، و مشکلات آموزش مجازی برای دروس کاربردی و آزمایشگاهی به خصوص برای رشته فیزیک، دو تا از مسائل خیلی مهم بود. امیدوارم که حالا در این میزگرد بحث‌های بیشتری رو داشته باشیم و بیشتر همکاران حضار مشارکت بکنن برای اینکه بیشتر یاد بگیره. من بعد اگر فرصت شد خانم دکتر کیمیاگر دوباره برمیگردم توی فضای میزگرد، اون وقتی سری بحث و سوال هایی هستش که من با دوستان در میان خواهم گذاشتش. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون دکتر اشتادی از سخنان خوبتون استفاده کردیم. حالا انشالله که دوباره فرصتی هست که شما برای ما صحبت بکنید. الان میخوام از آقای دکتر مشفق درخواست کنم، عضو هیئت رئیسه انجمن فیزیک، که ایشون هم صحبت‌هاشون رو بفرمایند تا بعد ما به میزه گردمون برسیم. آقای دکتر مشفق اگه هستید بفرمایید. سلام،
خب سلام خدمت همکاران محترم، تشکر میکنم از انجمن فیزیک و به ویژه شاخه بانوان که این فرصت رو در واقع در اختیار قرار دادن که بتونیم در مورد این موضوع مهم صحبت بکنیم. خب هم خانم دکتر ایرجیزاد و هم آقای دکتر اجتهادی در این مورد صحبتی کردن و وقتی با یک مورد جدید مواجه میشیم گاهی وقتا با ادبیات مختلف هم در موردش صحبت کردن بی ضرر نیست و باعث میشه که توجهات جور دیگری هم به قضیه جلب بشه. من امروز داشتم صحبت میکنم با یکی، میگم که واقعا ما در حسرت بازگشت به گذشته هستیم یا اینکه باید تمهیدی برای شرایط آیندهمون در واقع بپردازیم و سناریویی که برای آموزش متصور هستیم چه هستش و ما باید نگرش جدیدی در واقع برای آموزش داشته باشیم. یه جمله از میلتون فریدمن، اقتصاددان بزرگ آمریکا، میخوندم که میگفتش تنها بحران‌های بزرگ، چه واقعی چه تصور اونهاست که میتونه تغییرات واقعی و بنیادی ایجاد بکنه و همگیری بیماری کووید 19 به نظرم یکی از این بحران‌ها بود که در بخش‌های مختلف زندگی موجب در واقع این تغییر نگرش خواهد شد و به ویژه در اینجا که داریم در موردش صحبت می‌کنیم که آموزش هستش. بدون شک مؤسسه ها و افرادی که بتونن در واقع این بحران رو خوب حس بکنن و این تغییرات رو تشخیص بدن میتونن در آینده در واقع کارشون سودمند باشه و به اون سمت برن. اینکه آینده چگونه خواهد بود باز هم شاید سوال جالبی نباشه، شاید بهتر این سوال مطرح بشه که آینده رو دوست داریم چجوری بسازیم و این آینده‌ای که می‌خوایم بسازیم می‌خوایم واقعاً واکنش نسبت بدیم به وقایع یا اینکه یه فراکنشی عمل بکنیم و آیندهمون رو اونجوری که فکر می‌کنیم بهتره و در بحران‌های بعدی باش مواجه می‌شیم پویاتر باشه بسازیم. و بعضی ها حتی این اتفاقی که الان افتاده رو یه جوری به انقلاب صنعتی چهارم اسمش رو میذارن و اینکه چه سناریوهایی باش در روبرو هستیم. همونطوری که آقای دکتر اشتادی فرمودن، اینکه بازگشت بکنیم به شرایط قبل بسیار نامحتمل هستش و خیلی ها در واقع دارن در مورد سناریوهای ترکیبی یا بلندد در واقع دارن فکر میکنن. شاید چند دلیل مهم براش وجود داشته باشه. به لحاظ فرهنگی در واقع مقاومت در مقابل چنین تغییراتی کاهش پیدا کرده و یادگیری الکترونیکی یه ذره بیشتر شده. شاید اگر به سال گذشته همین موقع برگردیم خیلی ها اصلا شروع نمی کردن، می گفتن وایستیم تا یک چند ماه بعد ببینیم چی هستش، ولی از ابتدای نیم سال گذشته تقریبا همه این کار رو شروع کردم. به طور مثال من در دانشگاه تهران خدمت شما عرض بکنم که از ابتدای سال تحصیلی 99 90% کلاس ها الکترونیکی در واقع برگزار شد و 60% استادان از سامانه ای لرنینگ دانشگاه در واقع استفاده کردن، هرچند مشکلاتی هم در واقع داره. به لحاظ آموزشی اون حباب فناوری شکسته شده، الان همه به نوعی مجبور هستن و مجبور شدن که از فناوری های نوین که حالا یه زمانی فقط دیجیتالایزیشن بود، بعد حالا موبایلایزیشن در واقع صورت گرفته و شاید در آینده حتی این در واقع تغییر بکنه و حالا مردم فکر میکنن که ویرچوالایزیشن صورت بگیره و بعد حتی روباتایزیشن. در واقع ما باید با این تحولات خودمون رو آماده بکنیم. همچنین سرمایه گذاری هایی در واقع تو این زمینه ها صورت گرفت که خب بازگشت به گذشته رو خیلی دشوار میکنه. حجم داده هایی که در واقع الان تولید داره میشه، در واقع
زیرساخت هایی که داره به نوعی درست میشه، آموزش پذیرانمون در واقع انعطاف پذیر شدن، از جهاتی شوق و اشتیاق و رشد یادگیری بیشتر شده. الان دیگه مرزهای این که در کدوم دانشگاه باشم، چه کسی در واقع به من یاد بده، کمی داره شکسته داره میشه و شما میتونید در هر جایی از هر کسی در واقع استفاده بکنید و تعامل بین فناوری و آموزش داره بیشتر میشه. عوامل زیست محیطی همونطوری که در واقع مثلا خانم دکتر هم بهش اشاره کردن، رفت و آمدها، کاهش هزینه ها، آلودگی ها، انواع اقسام آلودگی های هوا و همه اینها در واقع معید این هستش که بازگشت به گذشته دشوار هستش، یعنی از نظر من که تقریبا غیر ممکنه و باید به روش های ترکیبی در واقع بیشتر بپردازیم. معضلاتی هم در واقع این روش داره که شاید یکی از مهمترین اونها تعاملات چهره به چهره و همینطور در واقع نکاتی که در واقع در مورد آموزش های عملی هستش وجود داره که من ترجیح میدم که دوستان دیگه صحبت بکنم و توی این زمینه بعداً بیشتر در واقع صحبت بکنیم. و من این یک کلمه هم در واقع بگم که آموزش هامون باید مفید باشه. مفید باشه، من اینو مخفف در واقع محتوا محور، یادگیرنده محور، فعالیت محور و در واقع دستاورد محور در واقع باشه، که اگر اول اینها رو در واقع جمع بزنیم در واقع مفید میشه و این فکر میکنم آموزش های بر محتوای الکترونیکی میتونه این رو ایجاد بکنه و تفاوت قائل بشیم بین آموزش های بلندد و الکترونیکی که داریم انجام میدیم تا یه چیزی مثل آموزش از راه دور، اون چیزی که خب قبلا یه چیزهایی مثل پیام نور رو اینها وجود داشت، یعنی صرف نظر از اون نوع نگرش به آموزشمون رو من فکر میکنم باید جور دیگری بهش نگاه بکنیم. حالا دوستان صحبت بکنن، اگر لازم بود در این موارد من نکات دیگری هم هستش که میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. سپاسگزارم، منتظر شنیدن صحبت دوستان هستم. خانم دکتر صداتون نداریم، ببخشید. بله ببخشید، من حواسم نبود اینو بزنم. خیلی ممنون آقای دکتر مشفق از صحبتات مفیدتون. امیدواریم که در طول میزگرد باز از صحبتهای شما بتونیم استفاده بکنیم. خب من فکر میکنم اگر موافقید الان یک فرجهی بدیم دوستانی که الان شرکت کردن توی این میزگرد، به خصوص من میبینم که خانوم هایی هستن که اونها هم معلم هستن و درگیر این آموزش مجازی هستن. اگه دوستان صحبتی دارن ما نظرات دوستان رو بشنویم، دوباره از دکتر اجتهادی و دکتر مشفق و خانم دکتر ایرجی دعوت کنیم که دوباره صحبت بکنن. اگر دوستان صحبتی دارن، نظری میخوان بدن، میتونن اون روی علامت دست کلیک کنن. دکتر اجتهادی من نمیدونم این دسترسی به من داده شده یا نه. چیز روشن کنید، هر کدوم دستت ها رو میتونیش علامت بزنید، من میتونیش بزنید. من برای خانم ارفانی شما یه علامت، همون گیره دستش که علامت میتونیم هست. خب الان خانم ارفانی روشن، خانم پدری ظاهرن روشن شد. دستشون بردم پایین. خانم ارفانی دستتون بیایید بالا، بیایید بالای لیست. حالا که اومدم بالای لیست، اون علامت میکروفون شما رو کلیک کنید روش. خب بعد. خانم ارفانی بفرمایید. زنجان خیلی ممنون از خانم دکتر ایرجی که در مورد مسائل حوزه زنان صحبت کردن. اگه اجازه بدید من فقط یکی دو تا نکته راجع به مسئله بگم، بعد راجع به آموزش مجازی چند تا نکته هست که به ذهنم رسید مطرح بکنم. در مورد مسائل زنان که میگیم آموزششون در دوره پاندمی دچار مشکلات بیشتری شده، من به شخصه فکر میکنم که ریشه‌اش برمیگرده به مشکلاتی که زنان در قبل از دوره پاندمی هم حداقل در ایران داشتن و باهاش مواجه بودن و این مسائل متاسفانه در دوره پاندمی اثر خودش رو داره بیشتر نشون میده. همین که میگیم ما نمیتونیم کلاس‌های درسمون رو هماهنگ بکنیم با شرایط موجود خانم‌ها، به خصوص اگر
خانه‌دار باشن و اینکه فرزندی داشته باشن یا متعهد باشن، این برمیگرده به اینکه قبل از این هم چنین چیزهایی رو خیلی رعایت نمی‌کردیم که شرایطشون رو در نظر بگیریم و این اثر خودش رو بعضی جا هم خودش رو نشون میده. من به شخصه از شاخه بانوان انجمن فیزیک انتظار دارم به خاطر ارتباطاتی که با وزارت علوم میتونه داشته باشه جاهای دیگه، با وجود اینکه 6 سال هست که این شاخه تشکیل شده، کمی فعال‌تر در مورد مسائل حوزه زنان کار بکنه و اصلا ایده های مربوط به مسائل زنان رو، هرچند میخوام دکتر دجزاد ایراد ندارن که ما در ماینوریتی قرار گرفتیم، ولی واقعا اینطوری هست. حداقل در حوزه فیزیک تعداد زنانی که در حوزه تحصیلات تکمیلی هستن و یا اینکه هیئت علمی هستن به شدت میزانشون پایین هست و این نشون میده که ما واقعا در اقلیت قرار گرفتیم و باید به مسئله اقلیت‌ها خیلی موثرتر رسیدگی بشه. اینکه ما پیشنهاد کردیم که به خاطر مسائل ایجاد شده ارتقای زنان در واقع تغییر پیدا کنه به عنوان هیئت علمی، من به شخص موافق چنین پدیده‌ای نیستم به خاطر اینکه ما هنوز این فرهنگ سازی رو تو کشورمون انجام ندادیم که ممکنه شما به خاطر زن بودنتون دچار مسائلی شده باشه این اتفاق بیفته و بعضیا فکر میکنن که این به معنی تبعیض مثبت قائل شدن به برای زنان هست، ولی عملا میتونیم این مسائل رو از دیدگاه دیگه بهش نگاه بکنیم. مطالعاتی در دنیا انجام شده که نشون میده ارزشیابی که دانشجویان از اعضای هیئت علمی خانم انجام میدن خیلی درصدش پایین تر هست از ارزشیابی که از اساتید مرد انجام میده. یعنی دانشجویان چه دختر و پسر تصور میکنن که استاد مرد بهتر درس میده و بنابراین تو ارزشیابیش نمره بیشتری بهش میدن. اگر ما بخوایم این فرهنگ سازی رو انجام بدیم که در مورد ارتقای زنان این مسائل رو در نظر بگیریم، اولا باید به این جور حوزه نگاه بکنیم که حداقل یه درصدی رو در نظر بگیریم دانشجویان بایاس شده اساتید رو ارزیابیش میکنن، بایاس شده برخورد میکنن، کمتر سراغ اساتید زن میرن به خاطر اینکه بتونن پایان‌نامه‌های ارشد دکتراشون رو براشون بردارن، یا در مورد درس ها هم همینطوری است. بهتر این مشکلات رو یه جوری فرهنگ سازی بکنیم تا اینکه بخوایم اون آخر سر به هر دلیلی چه پاندمی چه فرزند داشتن هیئت علمی زن بخوایم ارتقای اونها رو متفاوتش بکنیم. و این خوب انتظار دارم شاخه بانوان تلاش بکنه که برای شرایط دختران به خصوص حوزه مسائل تحصیلات تکمیلی بتونه یک سری فلوشیپ های اسکالرشیپ های رو با هماهنگی مثلا بنیاد سرآمدان یا بنیاد نخبگان ایجاد بکنه که تا اینا بتونن حداقل از این جور مواهب استفاده بکنن تا بتونن میزان مشارکت زنها رو توی موضوع بیشتر بکنیم، نه اینکه انتظار اینو داشته باشیم زنها فقط خودشون تلاش بکنن. خب میشه از این کانال ها وارد شد و این کار رو انجام داد. و اینکه بسیار برنامه های خیلی خوبی توی دنیا وجود داره در مورد مسائل الان مطرح شده به معنی آیدیا، به معنی اینکلوژن، دایورسیتی و ایکوینتی که متاسفانه تو کشور ما اصلا راجبش صحبت نمیشه. اینکه ما باید تجمیع داشته باشیم، باید تفاوت فرهنگی رو داشته باشیم و اینکه راجب مسائل مربوط به برابری صحبت بکنیم هنوز راجبش صحبت نشده. من صحبتام کوتاه می‌کنم در مورد حوزه زنان و در مورد آموزش مجازی. من مثلا به یک نکته خیلی مهم اشاره بکنم، اونم این هستش که در آموزش مجازی ما دوچار مشکل بزرگی که داریم ارزیابی دانشجو هست، به خاطر اینکه شما حضور فیزیک دانشجو رو ندارید، از توی خونه از دانشجو امتحان میگیرید. خب شرایط امتحان واقعا برقرار نیست، دانشجو محیطی که داره توش امتحان میده محیط مناسب واقعا امتحان نیست، و اینکه خب مسلما شما هیچ کنترلی نداره که دانشجو واقعا داره صادقانه به اون سوالا داره جواب میده، به خاطر اینکه اینترنت در دسترس، جزوهش در دسترس، دوستانش در دسترس هستن. متاسفانه این اعتماد متقابل در امتحانات حضوری وجود نداشت و الان در مسئله حوزه مجازی به شدت بیشتر شده و یکی از چالش‌ها شده، چون واقعا نمره‌ای که به دانشجو دارید میدید احساس می‌کنید که واقعا نمره واقعی خودش نیست. فکر می‌کنم بعد یه ارزیابی انجام شه ببینیم که آیا نمراتی که دانشجویان در دوره پاندمی در از همون درسی که سال‌های قبل داده شده می‌گیرن آیا درصدش بیشتر شده، اوریج نمرات بیشتر شده، یعنی که کمتر شده، که البته اگر کمتر شده باشه به معنی این هستش که احتمالاً آموزش مجازی خیلی موثر نبوده در کل. یعنی دانشجو خیلی چیز مناسبی یاد نگرفته بتونه حتی اینو توی برگه امتحانی هم بیاره، حتی با وجود اینکه این امکان براهاش فراهم بوده که از منابع مختلف در زمان امتحان هم استفاده بکنه. یه نکته مهم دیگه راجع به دفاع دانشجویان هست در دوره پاندمی، که واقعا الان دفاعهای کارشناسی ارشد دکتری که انجام میشه آدم احساس میکنه که دانشجو خونه شرایطی رو که باید برای دفاع داشته باشه رو واقعا نداره و احساس میکنم که یک شرایطی باید در نظر گرفته باشه که این حداقل در جلسات دفاعی که برای دانشجو برگزار میشه یه خورده بیشتر افکتیوتر و موثرتر باشه، به خاطر اینکه این آدم داره دو روز دیگه مدرک کارشناسی ارشد دکتری داره میگیره، ولی خب با شرایط
متعادل و درست این امتحان رو براش برگزار نشده و مثلا مدرکی که ما داریم به این آدم میدیم تحت تاثیر شرایط پاندمی میتونه خیلی ارزشش کمتر از اون چیزی باشه که در شرایط غیر پاندمی نشون داده. فکر کنم جزو دو تا حوزه مسائلی هستش که باید بهش رسیدگی بشه اگر این موضوع قرار هستش که حداقل تا یک سال آینده ادامه پیدا بکنه. ممنون، ببخشید من زیاد حرف زدم. خیلی ممنون خانم عرفانی. در مورد قسمت اول صحبتتون که در مورد راهکارهایی که برای شاخه بانوان ارائه دادید، من با حرفاتون موافق هستم، ولی این انتظار رو از همه این کسانی که اینجا شرکت میکنن داریم که حالا به هر حال ببینید ما تو جلساتی که داریم یه سری چیزایی که به ذهنمون میرسه راهکار باشه مشکل باشه مطرح میکنیم، ولی قطعا اینطور هست که دوستان دیگر نظرات دیگری دارن که میتونن اینها رو ارائه بدن و برای اون راه حل ارائه بدن. همین شما میتونید همین نظراتتون رو به شاخه منتقل بکنید و اگر راهکاری دارید اون رو هم بگید، اگر ندارید ما در فکر راهکار باشیم. یعنی اگر همکاری همه نباشه قطعا کاری که انجام میشه یه کار محدوده به 3-4 نفری که خب حالا یه چیزایی به ذهنشون میرسه، ممکنه یه چیزایی هم به ذهنشون نرسه. من از شما دعوت میکنم که شما این راهکارها و این مسائلی که در رابطه با شاخه دارید رو حتما به شاخه منتقل بکنید، حالا یا از طریق ایمیل یا اگه خواسته باشید توی جلساتی که ما داریم دعوت کنیم شما بیاید اونجا که دوستان دیگر هم هستن صحبت بکنید. در مورد ارزیابی وضعیت دانشجو من میخوام از آقای دکتر مشفق دعوت کنم که به این سوال جواب بدن، چون ایشون یه ایده‌ای در مورد ارزیابی دارن، اگه که لطف بکنن اون نحوه ارزیابی رو حالا اونجوری که خودشون ارزیابی میکنند رو اینجا ارائه بکنن ببینیم که حالا دوستان چقدر باش موافق هستن. هستید آقای دکتر مشفق؟ در مورد ارزیابی یک صحبتی که الان این دوستمون کردن در مورد نمرات و اینا، خوبه من اول یک آماری خدمت شما عرض بکنم. اتفاقا همین دیروز ما یک آماری از دانشجویان پردیس علوم دانشگاه تهران در واقع داشتیم، حدود 2900 دانشجو در رشته های فیزیک، شیمی، ریاضی، زمین شناسی و زیست شناسی و بایوتکنولوژی. جالبه که میانگین نمرات با قبل تفاوت بنیادینی نکرد. یعنی میانگین نمرات رو اگر نگاه بکنیم ببینیم که مثلا حالا توی کل این گروه هایی که عرض کردم حدود مثلا 15.6 15.7 بود، چه در نیم سال اول سال 98-99 چه در نیم سال اول 99-1400 یعنی سال بهار پاییز گذشته که هنوز پاندمی ایجاد نشده بود و پاییز امسال که کاملا الکترونیکی برگزار می شد تفاوت معنیداری وجود نداشت. اما یک تفاوت معنیدار دیگری وجود داشت، مشروطی ها. تعداد مشروطی ها مثلا در دانشکده فیزیک خدمتتون عرض بکنم در نیم سال گذشته 2 نفر بوده، از حدود 50-60 دانشجوی کارشناسی نفر فقط مشروط شدن. این نشون میده که درسته که میانگین نمره تغییر نکرد، ولی هم نمرات کمتر در واقع شده ده و هم نمرات بزرگتر در واقع وجود نداشته که در واقع این میانگینه باقی مونده. ارزیابی ها حالا در یادگیری الکترونیکی در واقع خدمت شما عرض بکنم که همونطور که گفتم یه باید فعالیت محوری در واقع بیشتر بشه. قبلا اینطور بود که شما امتحانایی گرفته میشد، تکالیفی داده میشد و دانشجوها برای تکالیف میتونستن با همدیگه اونجا هم شور و مشورت بکنن. فقط در واقع اون آزمون ها بودش که در یه چند ساعت مشخص شما میتونستید روی اونها کاملا نظارت داشته باشید و آزمون ها رو ببینید. الان فکر میکنم باید فعالیت هایی فرای اینها در واقع براشون درست کرد. استفاده از امکانات الکترونیکی باعث میشه که یه جایی هم خانم دکتر فکر میکنم اشاره کردن، خانم دکتر ایرجی‌زاده، که میشه برای گروه های دانشجویی
در این شرایط تکالیف مشخص‌تر، تکالیف ویژه‌تر در واقع براشون ایجاد کرد و به نوعی این که در واقع دانش‌پذیر محور، دانشجو محور در واقع کار کردن که بسته به این که چه دانشجویانی تو چه رده‌ای هستن براشون سوال‌های متفاوت، روش‌های بازخورد متفاوت ایجاد کرد و این رو بهتر ارزیابی کرد. ارزیابی ها باید مستمرتر و بیشتر باشه، هرچند در واقع این تعامل ها کمتر میشه. یه نکته دیگری هم تجربه شخصی من خدمت شما عرض بکنم. در بسیاری از این یه بخشش برمیگرده به چیزی که خانم دکتر ایرجیزاد هم فرمودن، این که ما یه جوری در واقع بیاییم ترویج رعایت اخلاق آموزش مجازی رو هم در واقع انجام بدهیم. من تقریبا در تمام آزمون‌ها و تکالیفی که دارم فقط در واقع از دانشجویانم میخوام که یک جمله اون بالا بنویسن که من این آزمون، این تکلیف رو، حالا بسته به موردش دیگه، یه موقع هست میخوام که اصلا اینا کار جمعی انجام بدن، ولی اونهایی که بخوام خودشون انجام بدن، من این آزمون رو تنها خودم باز کردم، خودم در واقع پاسخ دادم و خودم ارسال کردم و فقط در واقع این پیمان رو ببندم. و بعد جالب بود که به طور متوسط عرض کنم در 2.5 سال گذشته که من 4 تا کلاس داشتم که در واقع این اتفاق افتاد، رابطه معنیداری بین نمرات نهایی که گرفته شد و اون آزمون‌های مستمری که در واقع از دانشجویان گرفتم وجود داشت. یعنی اونهایی که در طول 5.5 سال کارهای مستمرشون هم نمراتشون بهتر بود، نمره آزمونشون هم بهتر بود. ولی این صحبت شما واقعا یک چالش اساسی هست و فکر میکنم که یه بخشش باید با اون ترویج اون اخلاق بهش بپردازیم، یه بخشیش هم در واقع به نوع آزمون ها و نوع ارزیابی هامون متناسب با ارزیابی های الکترونیکی صورت بگیره. ببخشید من نمیخوام متکلم وقت باشم، شاید دوستان دیگه هم توی این زمینه صحبت بکنن، استفاده بکنم. من متشکرم خانم. خیلی ممنون آقای دکتر مشفق. دکتر اجتهادی، در این زمینه ارزیابی و کیفیت دفاع ها شما اگر صحبتی دارید بفرمایید، بعد نظر خانم دکتر ایرجی رو هم بپرسید. نگاه کنید، یه مسئله که هست اینه که باید یک قدم به نظر من به عقب بریم اصلا، چون در این فضای آموزش مجازی سوال بهتر شاید واقعا این باشه که اصلا ما برای چی داریم آموزش میدیم و چی قراره آموزش بدیم که بعد بر اساس اون ارزیابی بکنیم. یعنی اینکه من میخوام یه چند تا میخوام از این فضای مجازی هم حداکثر استفاده رو بکنم. اگه اجازه بفرمایید من این صفحه چت رو یکم بزرگش بکنم و خواهش میکنم که سوالایی که میپرسم دوستان جواب بدن به ما. و اولین سوالی که میخوام بپرسم سوال خیلی ساده ایه. سوال اینه که اصلا ما چرا آموزش میدیم؟ دوستان خواهش میکنم جواب این سوال رو بنویسن. یکم فضا اون فضای میزگردی تر میشه اینجا. چرا اصلا آموزش باید بدیم؟ خب برای آگاهیه، برای یادگیریه. خواستن چرا یادگیری آخه؟ نیاز بدانستن، برای تغییره، برای بار بردن سطح علمیه. خب ناخرید من فکر کنم که بله میشه به تا مهارت خیلی جالبه. پس ما احتمالاً دو تا مسئله رو میشه توی اینجا پاسخهای شما دیار. من میخوام از شما واقعا یاد بگیرم. یکی دانشمون رو میخواییم بالا ببریم، دانش دیگران رو میخواییم بالا ببریم که بعد دیگران قسمتی از جامعه خودمون هستیم، و دیگریش مهارت ها رو بالا ببریم. واقعا دو تا چیز اصلی شد دیگه. حالا بقیه چیزا هم همه تقریبا توی همین دو تا میشه بشینه دیگه. پس چه چیزی رو آموزش ما میدیم؟ ما دو تا چیز باید آموزش بدیم، یکی دانش باید آموزش بدیم، یکی مهارت. این دو تا خب فرق میکنه دیگه. وقتی که ما دانش و مهارت رو شما میخواید آموزش بدید، ما بحث ارزشیابی متفاوت میشه.
این که ما میخواییم الان آدم ها رو اصلا آموزش بدیم برای اینکه حالا چرا باید اصلا مهارتشون بره بالا، چرا باید دانششون بره بالا. یکی از میتونه جواب این سوال بده، چرا اصلا باید دانش مردم رو ببریم بالا، چرا باید مهارتشون ببریم بالا، چرا ما باید فرزندانمون یا دانش آموزانمون و دانشجوامون رو زندگی بهتر، احتمالا منظورتون این که یه شغل بهتر دیگه، نه حرفه بهتر، برای بهتر زندگی کنن، زندگی کردن اونها شغل پیدا کنن، در آینده کار بکنن و یک چیزی رو پیدا بکنن دیگه. خب اگه با این پاسخ ها موافق باشید که میگن برای زندگی بهتر، که حتی میگن شغل یه قسمتش هستش، دقیقا درست هم میفهمید. نکن پس ما دو تا چیز آموزش میدیم، یکی مهارت آموزش میدیم، یکی دانش. قسمت مهارتیش معمولا برای پیدا کردن شغل و توانایی های بالا بردن توانایی شخصیه. قسمت دانشیش برای اینه که این دانش باید فرایند پیشرفتش داشته باشه و این افراد باید این دانش رو بگیرن و دانش برای این دانش بیافزاین در آینده. پس دو تا چیز هستش که ما داریم آموزش میدیم. خب اگر این کار رو داریم میکنیم، باید یادمون باشه که بس این آدمایی که قرار الان بهشون آموزش بدیم که فردا قرار نیست برن سر کار، احتمالاً یه چیزی در مرتبه 10 سال بعد قرار برن سر کار، اینایی که داریمشون مهارت داریم یاد میدیم. خب اگه این مهارت یه ربات بتونه بهتر از ایشون کار بکنه، چرا باید من به اینا یاد بدم؟ چرا باید توانایی رو مثلا به فرد یاد بدم که یه ربات میتونه بهتر از اون کار انجام بده؟ باید یک نقطه‌ای باشه توانایی ها رو آموزش بدیم که واقعا انسان بچه انسان بودن درش لحاظ بشه. ما معمولا در قسمت های مهارتیمون در قبل وقتی آموزش میدادیم، مهارت های ما مهارت های یا تکنیک بود که الان ربات ها بهتر انجام میدن، یا حافظه ای بود. یه مقدار قابل توجهی از آموزش هامون اون دوتا بودن، یا تکنیک یا حافظه. که حافظه مثلا فرض من از توی درس جغرافی از بچه ها بپرسم پایتخت کنگو کجاست، در زمانی که من تحصیل میکردم این که آدم بدون پایتخت کنگو کجاست یه دونه دانش بود، ولی الان این دانش نیست، چون که این الان تو دیتابیس در دسترس همه شما هست، همه شمایی که این موبایل جلوتونه در کمتر از ثانیه میتونید بفهمید پایتخت کنگو کجاست. حتی میتونید بفهمید که دو تا کنگو داریم، یه دونه کنگو نداریم، دو تا پایتخت متفاوت دارن. چیزایی که خب اگر من بیام بهشون به بچه ها یاد بدم که پایتخت کنگو کجاست و بعد بخوام ازشون امتحان بگیرم و بگم پایتخت کنگو کجاست، اون وقت من دارم فضای تقلب آماده میکنم. همونطور که پایتخت کنگو کجا بودن دونستن پایتخت کنگو الان دانشی نیستش که باید آموزش داده شه به اون شکل، و سوالش هم سوال درستی نیست. اگه من از دانش آموز بپرسم، به دانشجون بپرسم که قانون مثلا گاز ایدئال چیه، الان این دیگه سوال علمی نیست. واقعا این چیزی نیستش که ما باید آموزش بدیم و بعد یاد بگیریم، چون اینو در عرض ثانیه‌ای دانشجویان ما پیداش میکنن توی گوگل. پس اون نحوه آموزش، اگر من بخوام بر اساس این بذارم که قانون گاز کامل رو به بچه‌ها یاد بدم و بعدشون بپرسم که قانون گاز کامل چیه، یعنی اینکه من دارم به این بچه‌ها مهارت سرچ گوگل رو امتحان میگیرم ازشون. مثلا و خیلی هم کار منطقی نیست ازشون بخوام که این کارو نکنن. چرا نباید وقتی که در آینده میتونه با این هر وقت به این مشکل پیدا کرد سرچ کنه، چرا در از امتحان نباید بکنه؟ چه چیزی اضافه ای داره؟ اون قسمتی از سوال که میتونه نیاز به تفکر داره و توی گوگل سرچ نمیشه، اگر پرسیده بشه میشه نگران این مشکل نبود. من فکر میکنم اصلا این که ما انتظار داشته باشیم بچه‌ها تقلب نکنن، ولی سوالی رو بسازیم به تو بخوایم از بچه‌ها که در این سوال امکان پای بهتر پاسخ دادن به وسیله سرچ گوگل وجود داشته باشه و بشه بهش تقلب کرد، این کار اصلا بدیه. یعنی این که شما فرض کنید که دو تا دانشجو دارید، یکی از این دانشجوها دانشجوی صادقیه، بهش میگی تقلب نکن، آقای دکتر مشفق باش بالای نامه می‌نویسه که ایشون تعهد بده که اخلاقا که تقلب نکنه، و یه دانشجویی که تقلب میکنه به گوش نمیکنه، و بعد این فردی که تقلب نکرده یه جوری جریمه میشه بابت اینکه تقلب نکرده به خاطر پاک بودنش، و بعد در شرایط بد اخلاقی قرار میگیره. یعنی یا باید تقلب کنه و وجدانش بذاره زیر پا، یا تقلب نکنه و نمره کمتر بگیره از همکلاسیش که تقلب کرده.
پس یه مقداری من فکر میکنم به عنوان معلم ما وظیفه داریم نحوه ارزیابیمون رو عوض کنیم. باید اصلا فرض کنیم که بچه‌ها به گوگل دسترسی دارن، همونطور که قبلا خیلی از امتحانامون رو ما توی دانشگاه حداقل کتاب باز میگرفتیم، امتحانات گوگل باز بگیریم مثلا. یعنی فرض کنیم که دانشجو به گوگل دسترسی داره و اصلا حق داره که سرچ بکنه، حق داره که بره روی یوتیوب بگرده، فرصت هم اصلا بهش بدیم که این کارو بکنه. ولی سوالی بپرسیم که نیاز به تفکر داشته باشه. شما اگه از یک کسی یک سوالی بپرسید که تمام اطلاعاتش رو داده باشید، ولی مثلا در مورد گاز کامل فشار رو بدید، حجم رو بدید، این امتداد ذرات هم مول ذرات هم بدید و بگید مثلا فرض دماش چقدره، خب این سوال مهارتی برای دنیای مجازی امروز اون نیستش. ولی اگه ازش یک بگید که یه بادکنک دارید با ابعاد فلان و نفس فوتش کردید، بادش کردید مثلا، این فشارش چقدره، و این فرد بخواد خودش حدس بزنه که چقدر گاز وارد کرده، چقدر تخمین بزنه، یه چیزی اطلاعات خود، یعنی فرضها رو بهش ندیم، بذاریم خودش فکر بکنه، این اون مهارتیه که اون موقع تو گوگل به دستش نمیاره. خیلی کار سختیه به خاطر اینکه تصحیح این برگه ها خیلی سخت میشه. یعنی ما باید یه مقدار مفروضات رو از توی سوال ها حذف کنیم، از توی سوال امتحانی اون حذف کنیم، بذاریم که دانشجویان خودشون فرضهای منطقی رو خودشون انجام بدن، مدل سازی رو خودشون انجام بدن، اون چیزی که میخوان، و این اون چیزی که اولا همه با هم مثل هم نمیتونن دیگه انجام بدن. اگر همه مثل هم انجام بدن تقلب کاملا آشکاره دیگه، اگر همه یک جور حدس بزنن خیلی راحت مشخص میشه دارن تقلب میکنن. ولی تصحیح این برگه ها سخت میشه، یعنی کار ما سخت‌تر خواهد بودش به عنوان معلم و ارزیاب، چون که وقت بیشتری باید بذاریم برای هم در طراحی این سوال ها، هم برای اینکه خب هر سوال چون با متفاوت هستن یک جواب ثابت داره، بعد دقیقاً متن سوال رو بشیم پاسخ دانشجوامون رو بخونیم دونه به دونه ببینیم که چه فرضهایی کردن. یکی از راههایی که من حداقل فکر می‌کنم، من سر ترمای گذشته سعی کردم که تست بکنم، به نظر من جواب داده این بوده. یکی دیگر هم به صورت پرسونالایز کردن واقعا سوال هاست. مثلا امسال من در درس فیزیک 4 و در درس بیوفیزیک از بچه‌ها خواستم که مثلا در درس بیوفیزیک خودشون برن یک مسئله حل نشده بیوفیزیک رو بردارن و 10 دقیقه در موردش صحبت بکنن، مثل یه پادکست من تحویل بدن. واقعا جذاب شد چیزایی که دست آوردم، یعنی خیلی مطلب ازش یاد گرفتم. من در درس فیزیک 4 که معمولا فیزیک نوین در واقع جدید که فیزیک قرن 19 20 هستش، خواستم که به طور تصادفی از روی شماره دانشجویشون یکی از جایزه‌های نوبل رو در موردش حرف بزنن، بگن چرا جایزه نوبل داده شده، به کی داده شده، سابقه شو بگن، اثرش رو بگن، اثر موضوع رو بگن، فیزیک موضوع رو صحبت کنن و 10 دقیقه حرف بزنن. خیلی مطلب ازشون یاد گرفتم من. من فکر میکنم که میشه با روش هایی که ما میگم باید فضای آموزش مجازی رو باور کنیم، قبول کنیم که دنیامون عوض شده، با روش های قبلی، با همون سوال هایی که من دو سال پیش امتحان می گرفتم دیگه الان نمیتونم امتحان بگیرم. اگر بخوام اون کارو بکنم، خودم دارم دانشجوامو به سمت اینکه یا تقلب بکنن یا با وجدانشون دائما درگیر باشن و فکر کنن که نمیدونن که کار، از یه طرف یا برای درست کارشون جریمه بدن، داریم دانشجو رو از یه جوری شکنجه میدیم. من فکر میکنم که خیلی باید مواظب این مسئله اخلاقیات. این الان نکته ای که خانم دکتر اولش هم فرمودن، الان خوبه که خانم دکتر این موضوع رو نظرشون در مورد حرفای من بفرمایند. من فکر میکنم وقتی اخلاق آموزش مجازی مطرح میشه، باید مواظب باشیم که دانشجوهامون رو به چه چیزی داریم، به چه سمتی داریم هدایتشون میکنیم. ما به اخلاق و هدایتشون کنیم، نه اینکه زیر فشاری بذاریمشون که خب انسان گرسنه‌ای رو مثلا فرض بهش غذا رو جلوش بذاریم بگیم نه نباید بخوری، یه بخوری مثلا این غذا حرام است، حرامت خواهد بود. این من فکر کنم این فضا رو بعد مقداری مراعات بکنیم. حالا من اگه لازم شد دوباره برمیگردم این صحبت. خیلی ممنون آقای دکتر اشتهادی. از خانم دکتر ایرجی درخواست میکنم اگه ایشون هم نظری در مورد این سوالی که مطرح شده دارن بفرمایید. خانم دکتر ایرجی بفرمایید. خیلی ممنون. آیا شما مد نظرتون همین ارزیابی هست یا اینکه برگردیم به 4 تا سوالی که در
ابتدا می‌خواستیم بهش بپردازیم. حالا این ارزیابی رو که در موردش صحبت شده بفرمایید، اون 4 تا سوال رو هم بفرمایید. بله ببخشید. من موافقم که به هر حال ما در آینده باید بریم روی متدهای هیبریدی کار بکنیم، یعنی همونطور که فرمودن آقای دکتر مشفق و به یه نحوی شما و آقای دکتر اشتادی هم اشاره کردید، به هر حال زمان رو به عقب نمیشه و باید از تجارب این دوره استفاده بکنیم برای ورود به فضایی که ما از تکنولوژی استفاده کنیم تا اون بخش دانش رو بتونیم به عنوان کمک در حالا آموزش به کار ببریم، ولی در اون بخش مرتبط با مهارت، حالا اگر اینو دوتا رو مهمترین بدونید، گرچه الان تعریف سواد خیلی متفاوته و خیلی گسترده، اگر اون بخش مرتبط با مهارت‌های حالا شخصی اجتماعی رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، قطعا اینتراکشن انسان به انسان خیلی مهم هست و اون بخش رو انشالله بعد از دوران کرونا ما باید یه مقدار تقویت بکنیم. اما در مورد اینه که بالاخره وقتی که ما از یه متد جدید استفاده میکنیم، یکی اینه که باید دانشش رو به عنوان مدرس کسب کنیم، دو اینه که نوآوری کنیم. قطعا با متدهای قبلی ارزیابی ما نمیتونیم ارزیابی درستی داشته باشیم، اما اینه که من خیلی هم موافق این نیستم که ما به اون حالا انباشت دانش هم بیتوجه باشیم، بگیم با یک کلیک همه چی. اون چیزی که ما یاد میگیریم در فیزیک اینه که بتونیم از یه سری ابزار استفاده کنیم و روابط بین این پدیده ها رو با حالا ابزار ریاضی یا ابزار آزمایشگاهی اینا درک کنیم، و برای درکش هم نیاز داریم به مهارت‌های حل مسئله، و برای اینکه این مهارت‌ها رو کسب کنیم باید تمرین کنیم، برای همین برای هر درس کلی تمرینه. و اگر که خب ما بخوایم از کل درس چشم پوشی کنیم، فقط بگیم که یه چه میدونم پروژه میدیم، کما اینکه خیلی از دانشجوها دوست دارن که فقط پروژه داشته باشن به عنوان حالا ارزیابی یا امتحان، مطمئن نمیتونیم باشیم که دانشجو محتوای درس رو خوب یاد گرفته باشه. تجربه من و پیشنهاد من اینه که کلاس هامون رو باید همراه با بحث و گفتگو و تست و کار کلاسی و اینا همراه بکنیم تا اینکه انباشت بشه و یکی دوتا امتحان و غیره. بنابراین باید توی کلاس‌های مجازی تعداد دانشجو کم و از تمام تکنیک ها استفاده کنیم که اینتراکشن ها بیشتر باشه. این تجربه منه و قطعا باید نوآوری هم باشه و قطعا هم باید روش های ارزیابی متفاوت باشه، و اگر این کار رو نکنیم ما مصادف میشیم با بحث تقلب، که حالا شاید جاش نباشه خیلی مفصل صحبت کنم، حالا آقای دکتر مهدوی یا دکتر اشتادی از تجربه ما در درس های عمومی میتونن بگن، و روش هایی که دانشجوها به خاطر استرسی که داشتن و همه هم اذعان داشتن که تقلب چیز بدی هست، رو آوردن به بحث تقلب. اما در مورد اخلاق خوبه خانم دکتر یک جلسه مفصل بعدی بذاریم راجع به اخلاق آموزش مجازی، که مقوله خیلی مفصلی هست. اما برمیگردم به این 4 تا سوال که شما مطرح کرده بودید در پوسترتون: آیا کلاس‌های مجازی کیفیت بالاتری داره یا خیر؟ بنده فکر می‌کنم که این بستگی داره به روش آموزش و روش یادگیری، و جوابش خیلی واضح نیست و واقعاً جا داره که روش کار بکنیم. بازدهیش آیا بیشتره یا نه؟
همطوری که جدا کردن میتونه مثبت باشه یا منفی. چرا تقلب رخ میده؟ برای اینکه ما یک، اینه که آموزش مجازی رو شاید به عنوان مدرس خوب بلد نیستیم، و دو، اینه که نحوه ارزیابی و بعد از شرایط کرونا چقدر ضروری است که ادامه داشته باشه. قطعا ضروری است و من فکر میکنم ما باید از حالا به فکر باشیم که همونطور که گفتم تجارب رو هم بریزیم و یه سری امکاناتی هم فراهم کنیم که در اون جنبندی بود. یکی دو تا سوال پرسیدن، نمیدونم که آیا میخواییم به اونها هم بپردازیم، مثل عدالت آموزشی که من اشاره کردم، یا بحث انزوا که یه نگرانی واقعا هست که بالاخره این آموزش مجازی منجر میشه که اینتراکشن افراد دانشجوها با هم کم بشه و این منجر به حالا دیپرشن یا بحث انزواست. من موافق هستم. و بحث حالا اینه که نمیدونم در آزمایشگاه نیاز به لمس داره، قطعا نیاز به لمس وسایل داره، قطعا به کار یدی نیاز هست و این ضعف آموزش مجازی هست. و گفتم نگرانی از اینه که ما دنیای واقعی رو یا مشابهش دنیای مجازی بدونیم. حالا خانم دکتر، هر جور نظر شماست برای اینه که ما بتونیم به یه جنبندی برای شاخه هم برسیم، من خواهشم اینه که دوستان در همین رابطه اگر نظری دارن بفرماین. حالا بعضی از دوستان هم تجاربی دارن در آموزش مجازی که من خوشحال میشم بدونم. خانم عرفانی بزنید صحبت. بله، متشکرم. خانم عرفانی سلام. مجددا در مورد نحوه ارزیابی که آقای دکتر اشاره فرمودن، این که میگن خب ما میتونیم یه پروژه هایی به دانشجو بدیم، حتی همون پروژه ها رو دانشجو خیلی راحت گوگل میکنن. و شما هر پروژه مثلا چون همین جایزه نوبلی که ایشون فرمودن، وقتی به دانشجو میگید حتی میتونه استفاده خیلی خوب بتونه پیدا بکنه، واقعا اونم گوگل بکنه و باز هم اون چیزی که داره ارائه میده چیزی که خودش واقعا انجام داده واقعا نیست. یک نکته دیگه هم هستش که این جور ارائه دادن نیاز به توضیح شفاهی داره و اکثر دانشجوهای ما خصوصا اگر سال پایین‌تر باشن، چون این آموزشو ندیدن دوره مدرسه که کارهای شفاهی انجام بدن، متأسفانه اعتماد به نفس رو ندارن که بتونن ارائه شفاهی داشته باشن. اکثر مواقع دچار مشکل میشن، به خصوص حتی وقتی زمان غیر پاندمی هم شما بعضی از درس‌ها رو می‌خواستید از صورت شفاهی بگین، اکثریا با مخالفت روبرو میشه، یعنی مقاومت میکردن که امتحان شفاهی ندن، در حالی که اوقات فکر میکردید امتحان شفاهی دادن ارزیابی بهتری از دانشجو بهتر سواد اونها رو به چالش میکشه. بنابراین این ما وقتی به دانشجو واقعا هنوز آموزش ندادیم، به خصوص اونایی که دوره کارشناسی هستن که چطور کار شفاهی انجام بدن، چطور اسلاید درست بکنن و این کار رو انجامش بدن، همین ارزیابی هم اونها رو دچار استرس میکنه و دچار مشکل میکنه، خصوصا که زمان این امتحان میتونه خیلی کوتاه باشه، در حد مثلا 10 دقیقه یا یک روب باشه. من باز همون چیزی که باید باشه نخواهد بود. از طرف دیگه ای آیه دکتر میگن که شما میتونید خب برید هر چیز رو گوگل بکنید. این در مورد اساتید هم باید واقعا برقرار باشه، در حالی که شما وقتی میرید سر کلاس درس و میخواید درس بدید، وقتی با ورق کاغذ میرید سر کلاس، دانشجو برمیخوره که استاد با جزوهش اومده سر کلاس. یعنی واقعا دانشجو انتظار داره شما همه فرمول های فیزیک رو از حافظه‌تون بردارید و پای تخته بنویسید، در حالی که شما همه اونها رو میتونید به گوگلشون بکنید. و مگر انتظار متقابلی وجود داره که من از دانشجو انتظار نداشته باشم بتونه فلان معادله رو درک بکنه و بلد باشه مراحلش که چه شکلیه، عملا بعد این انتظار متقابل از استاد وجود نداشته باشه. وقتی سر کلاس میره همه مطالب رو بتونه از حافظش، دوزاد مطالب خیلی پیچیده‌ای رو از روی حافظش روی تخته بیاره و بنویسه. برای من اگر تغییرات متقابلی وجود داره، بعد در مورد همه دانشجو اتفاق بیفته. یه نکته‌ای که در مورد آموزش مجازی من سوالی که پرسیدم در مورد دفاع‌ها، خب دیگه وضعیت دفاع‌ها مثل وضعیت چیز نیست، وضعیت امتحان برگزار کردن نیست. یعنی شما واقعا دانش چندین ساله اون دانش رو بعد به محک آزمایش بگذارید تا بتونید بهش مدرک به خصوص دکترا بدید. این چیزیه که متاسفانه مسائل مجازی نمیتونیم باشه خیلی خوب ارتباط برقرار بکنیم. یه نکته دیگه در مورد آموزش مجازی بعد پاندمی، من احساس میکنم این شرایط آموزش مجازی داره یه فرهنگی رو توی سیستم دانشگاهی ما القا میکنه، اونم مبنی بر این که
شما الان دیگه هر جای دنیا اگر باشید، هر جای ایران باشید، حتی سر کار هم اگر باشید، مثلا شاغل باشید، میتونید آموزش مجازی داشته باشید، مشکلی نخواهید داشت. و این فرهنگ کم کم ممکنه سالهای آینده اگر دانشگاه سند مجازی شدن بخوان برن یا بگن چون الان یاد گرفتیم حتما باید کنارش داشته باشین، این اتفاق بیفته که دانشجوی ما، دانشگاه ما اینجوری خالی بشه از دانشجو. یعنی دانشجو خودش میگه خب من شاغلم و چون آموزش مجازیه میتونم اصلا تو دانشگاه حضور نداشته باشم و کار انجام بدم. و حتی مثلا ممکنه که پروژه های دانشجو در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر بعدا دچار مشکل بشه. یعنی اگه قرار هستش موازی آموزش حضوری بعد از پاندمی آموزش مجازی هم وجود داشته باشه، حواسمون باید این فرهنگی که حضور دانشجو در دانشگاه و ارتباطات متقابل ایجاد میکنه رو خیلی حواسمون بهش باشه، چون ممکنه که کسایی رو وارد دانشگاه بکنه که صرفا میگن حالا چون دیگه مجازی همه چی، من با هر سنی و با هر موقعیت اجتماعی و فرهنگی و غیر و زاله که خودم میتونم بشنم سر این کلاس مجازی و مدرک بگیرم و هیچ مشکلی برام پیش نیاد. یه خورده باید تفاوت‌ها بینشون وجود داشته باشه. یعنی وقتی کلاس‌ها حضوری نیست و دانشجو در دانشگاه حضور نداره، متأسفانه فرهنگ و اخلاق دانشگاهی رو یاد نمیگیره، خصوصا اگر دانشجو کارشناسی باشه و یک مرتبه در دبیرستان وارد دانشگاه شده باشه. و این خیلی چیزیه که واقعا اینو گم میکنم و یاد نمیگیرن چه این چیزی رو. و من نگران این هستم که دانشجوهایی که بعدا وارد مقاطع بالاتر میشن چون این فرهنگ رو یاد نگرفتن و بهشون به طورت غیر مستقیم آموزش داده نشده، بعدا در مقاطع بعدتر دچار مشکل بشن و این فرهنگ جا بیفته تو سیستم دانشگاهی ما و مشکلاتش رو بعدا و سالهای بعدتر ببینیم. ممنون از شما. خیلی ممنون خانم عرفانی. ظاهرا خانم خجسته میخوان صحبت کنن، من میکروفونشون رو باز میکنم. خانم خجسته بفرمایید. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. یه تجربه ای که خودم توی 2 سال تدریس مجازی به بچه های متوسطه اول داشتم رو میخوام به اشتراک بذارم. قطعا اشکالاتی هم به خاطر سابقه کمم در نحوه برداشتم هستش. یه بحث خیلی مهمی که الان آموزش پرورش باهاش درگیره، بحث ترک تحصیل دانش آموزه. یعنی دانش آموزی که با حجم زیادی تکلیف مواجهه، با کتابایی که تعداد بیشماری داشت و اونها رو در کلاس‌های حضوری باید می‌خوند، حالا باید اینا رو امتحان بده، و معلمی که می‌بایست این دانش آموز رو راضی کنه که بیا سر جلسه امتحان. یه بحث دیگه این هستش که شما هیچ وقت نمیتونین مفاهیم اولیه رو بگین چون توی گوگل هست و آدم ها میتونن برن یادش بگیرن، پس هر کسی بره خودش یاد بگیره. من اگه دانش آموزم رو بخوام اینطوری رهاش بکنم، اگه تو هر کلاس 33 دانش آموز دارم، 4 یا 5 نفر شاید اونم به همت خانواده، خواهر و برادر بزرگتر، برن این مطلب رو دنبال کنن. پس مجبورم بیام تک تک سرفصل‌ها رو باز کنم. حتی بعضی از اوقات من میبینم مطلبی رو درس دادم، دانش آموز سر کلاس نبوده، وقتی برای من پاسخ شفاهی میفرسته روی یک فیلم توضیح میده، میبینم مثلا چگالی رو میگه چگالی یا آونگ رو میگه آونگ. اینا یعنی این که حتی منیم که درس دادم بهش فایده ای نداشته. حالا اگه بیا بگم خب این فقط رفته کتاب خونده یا از روی گوگل سرچ کرده اومده گفته، پس بهش نمره ندم یا باهاش برخورد بکنم، خب این کسی که ترسیده بتر زده میشه. یه راههای جایگزین هست، اونم این که اون بحثی که قبلا خیلی تو مدارس شدید بود و رقابت منفی بود، تعداد کمی دانش آموز شاگرد اول دوم سوم بودن که متاسفانه تو دانشگاه هم به شاگرد اول دوم سوم و امتیاز برای شرکت در فوق لیسانس در دکترا تبدیل شد. این حالت درجه بندی بین دانش آموز، حالا یا دانشجو رو یه حدی کم رنگ تر کنم، به جاش بیام همیاری رو قرار بدم. و توی این همیاری برای بچه هایی که به صورت مشترک دارن کاری رو ارائه میدن و خوب ارائه میدن و همه توان بیانش رو دارن امتیاز قائل بشم. یعنی سهم یادگیری از همسال رو توی آموزشم قوی تر بکنم، به جای اینکه بیام از بچه ها قول بگیرم که نکنه تقلب بکنید. یا حتی مثلا یه بحثی تو آموزش پرورش بود، میگفتن کمترین نمره‌ای که حق دارید لحاظ کنید 12. یعنی من به عنوان یک معلم حق ندارم نمره کمتر از 12 ثبت کنم. خب اگر امتحان با لینک بخوام بگیرم، خیلی‌ها میگفتن خب خانم نتمون قطع شد، خانم از سیستم اومدیم بیرون، وقت کم آوردیم.
من بهشون میگفتم تا دو بار وارد لینک بشید هیچ اشکالی نداره. دانش آموز من نمره اول رو میگرفت 8، نمره از مثلا 15 نمره علوم، نمره بعدی رو 14 از 15 میگرفت. من نهایتا میخواستم یاد بگیره و با توجه به عمل کرده در طول ترمش نمره بدم. اینکه به نظر خودم تو این شرایط، چون ما توی حالت امتحانات حضوری هم تقلب دانشجویان رو داشتیم، جدی هم بود. من یادم دانشگاه تهران که درس میخوندم، یک باری که از اساتیدمون گفتم ممکنه همه دانش آموزا یا بیشترشون سوالی رو درست بنویسن، ولی امکانش خیلی کمه که همه یک سوالی رو غلط بنویسن و به یک شکل غلط بنویسن. این دید تقلب رو یکم مثبت‌ترش کنیم و خب فعالیت‌های بچه‌ها رو بیشتر کنیم و انتظار از دانش آموزا مثل دانشجوها نداشته باشیم. شاید توی حتی امتحانات تا پایان ترم بگیم در حد کتاب جلو برن یا آزمایشات دستورزی توی خونه داشته باشن، باز در حد مفاهیم کتاب. بعد که مطمئن شدیم اینا جا افتاد، مطالبی رو بدیم که در کتاب نیست و نیاز به خلاقیت داره. عذرخواهی میکنم اگر پرحرفی کردم و ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتی. خیلی ممنون خانم خجسته. خانم پدری ظاهرا میخوان صحبت کنن. این صحبت ها بشه بعد یه دفعه روی جوابش با هم، همه با هم صحبت بشه. بفرمایید خانم پدری. میکروفونتون بازه خانم پدری. سلام. سلام. ممنونم ازتون که این جمع رو گرده هم آوردین. خیلی فضای خوبی انتقال اطلاعات. فقط دو تا مطلب خیلی ساده رو می‌خواستم بگم که برای خودم که حالا دبیرستان غیر انتفاعی دارم، برای ما خیلی کاربردی بود واسه اینکه میزان تقلب رو بیاریم خیلی پایین‌تر. مثلا همین حدیث های مجازی که اتفاق میفته توی همین فضای پرس کنیم، اسکایروم یا اسکایپ یا حالا بعضی ها مثلا حتی توی زوم هم تدریس انجام میدن که به صورت تصویری هستش. ما اومدیم توی دبیرستان گفتیم که همونطوری که موقع تدریس همه بچه‌ها واقعا حضور داشتن سر کلاس‌ها، گفتیم که دانش آموزا همه سر ساعتی که امتحان دارین موظفین که فضای اسکایتون اداپانکتتون باز باشه و ما تصویر رو دوربین رو واسه همه‌شون فعال می‌کردیم و سر یک و نیم ساعت، حتی تا دو ساعت هم گفتیم احیانا اگر کسی نتش خراب شده باشه، ولی سوالی که بوده جلوش ما نزدیک مثلا فرض کنین یک و نیم ساعت یا دو ساعت رو بهشون وقت میدادیم و همه رو به صورت تصویری مدیر از دوی دبیرستان بچه ها رو کامل چک میکرد و واقعا هم هیچ قچوگیری وجود نداشت، به خاطر اینکه حالا فرض کنیم الان حالا تهران نه، شهرستان، حتی روستا، حتی داخل کوه ها هم الان اینترنت مثلا اینقدر هست، مثلا ممکنه شاید قطعی و وصلی داشته باشه، ولی اینطوری نیستش که مثلا یکی نخواد مثلا تو ساعت مشخصی، اگه بخواد میتونه وارد اینترنت بشه. پس ما دوربین رو فعال کردیم و گفتیم که موظفشون کردیم جوری مثلا شما تصویر رو بذارین که ما بتونیم هم از سر و دستتون رو کامل ما بتونیم ببینیم. این یه موردی بود که عملا هیچ تفاوتی واقعا با امتحانهای حضوری واسه مدرسه ما نداشت و واقعا نمرات بچه ها به صورت بگم منصفانه بهشون نمره داده شد. حالا ما همین الان یکی از اساتید گفتن که ما باید کاری بکنیم که مثلا حالا سرچ گوگل مثلا اگه بخوان انجام بدن مشکل نداشت، به سمت سوالات امتحانی رو به سمت سوالات مفهومی ببریم، ولی خب فرض کنیم سوالات رو ببریم به سمت سوالات مفهومی، آیا اون پشت پرده بچه‌ها یا دانشجوها با هم دیگه روحی درست نکردن که سوالاتشون رو مثلا با هم دیگه شیر بکنن؟ چون که این مواردی رو دیدیم و تجربه داشتیم میدونیم که مثلا پشت پرده حتی واسه سوالات مفهومی هم اگه واسه امتحان بخواد در نظر گرفته بشه، تعاملات بین بچه‌ها و دانشجوها خیلی زیاد هست، پس اون هم شاید مثلا افاقه ای نکنه چنین سوالاتی. پس من احساس میکنم همین قضیه روشن گذاشتن دوربین
اینها خیلی واسه من کاربرد بوده. مورد بعدی هم در مورد آزمایشگاه هاست، مثلا حالا یه قسمتی از آزمایش ها واقعا بگیم واقعا لمس باید اتفاق بیفته، از نزدیک باید ببینن تجربه بکنن، ولی خب یه سری نرم افزارا هست، همونطوری که خانم دکتر گفتن یه سری نرم افزارا هست، مثلا کروکودایل کمیستری یا مثلا کمیست، حالا یه چنین نرم افزاری مشابهی که مثلا یا مثلا پرس کنیز، یه چنین نرم افزاری داخل اینترنت هست که قشنگ فضای خود آزمایشگاه رو به همراه حالا یکی از اسپتی گفتن که حتی با اشکال یا شکل ظاهری وسایل آشنایت ندارن، در حالی که داخل این نرم افزارا قشنگ مثلا اومده هر وسیله‌ای رو به اسم گذاشته، حالا همین دو نمونه‌ای که مثلا من اسم بردم اسم گذاری کرده، فضاهای آزمایشگاهی رو قشنگ تداعی می‌کنه واسه دانشجوها، مثلا اضافه کردن مواد گذاشتن، حرارت دادن، مثلا انواع اقسام مواد هست، جامدات، مایعات و گازها و حتی فرمول شیمیایی رو مثلا فرض کنید دو تا ماده رو با هم دیگه قاطی می‌کنین، نهایتا بعد قاطی کردنشون و بعد از فلان دما بهشون دادن مثلا میاد فرمول شیمیایی اون واکنش رو هم حتی بهمون میده. می‌خواستم بگم این دو مورد واسه خودمون توی مدرسه کاربردی بود، هم تدریج نگم از قضیه تقلب، اینکه از محیط آزمایشگاهی بتونن حالا بیشتر بهره رو ببرن استفاده نکنن. دستتون درد نکنه، ممنون که این فرصت رو دادید. خیلی ممنون خانم پدری. آقای ساکی من میکروفون شما رو روشن میکنم، صحبت بفرمایید. سلام، صدای من رو داریم؟ بله صداتون هست. اول اینکه تشکر میکنم از رندیمان شاخی خانوان بابت این جلسه بسیار مفید و سخنران خیلی خوبی که دعوت کردین. تشکر میکنم از حضارم که پیام های خیلی جالبی فرستادن. حالا من خودم هم معلم هستم، هم دانشجو، هم دارم تدریس میکنم، هم درس میخونم. واقعا این نکاتی که دوستان گفتن خیلی جالبه. حالا من بخوام تجربیات خودم رو بگم به این شکلی که یک کسی وقتی به عنوان استاد یا میخواد به عنوان نقش معلم مطلب یا درس بده، خب حالا سال اول درس میده، سال دوم هم باز دوباره یه جورایی مطالب میخواد درس داده بشه، سال سوم و چهارم همینطوری الی آخر، و دیگه این مطالب برای اون معلم جذابیتش و تازگیش رو از دست میده، یه جورایی رو همه مواردش مسلط میشه و دیگه به نظرش این مطالب ساده میده. اما اون دانشجو یا دانش آموزی که میخواد بیاد توی کلاس درس، میخوان ازش امتحان بگیرن، اون مطالب کاملا براش جدیده، دید جدید داره، اصلا انگار استاد داره به یه زبون دیگه حرف میزنه، این دانش آموز یا دانشجو هیچ چیزی ازش متوجه نمیشه. این به نظر من، حالا ما قبلا کلاسایی که حضوری بود حداقل اون مدرس قیافه دانش آموزانی که میدید متوجه میشد اینا چیزی الان نفهمیدن، یه جور سبکش رو عوض میکرد، ولی این قضیه الان دیگه کمتره و دیگه تقریبا میتونم بگم که اون درک اولیه معلم یا استاد از وضعیت تحصیلی، وضعیت یادگیری چیزو دیگه ما داریم از دست میدیم. پیشنهاد من اینه حالا که شرایط مجازی شده، خود معلم یا خود استاد بیاد و خودشو جای دانش آموز قرار بده، نه اینکه صرفا فقط بخواد یه مطلب یاد بگیره، نه اصلا بره مثلا رشتهش فیزیک، بره یه مطلبی از رشته شیمی بخونه، رشتهش مثلا رشته ریاضی، بیاد مثلا یه قسمتی از مطلب زیست، علوم پزشکی یا هر رشته دیگه بخونه، با مطالب جدید درگیر بشن و اون موقع است که یه جورایی میتونن حال دانش آموزان و دانشجویان رو درک کنن. و نکته بعدی هم که هست، همین کار باعث میشه اون طرح درسی که دارن، شیوه تدریسشون تا یه حد خیلی زیادی تغییر بکنه و من این کارا رو از بعد اینکه شروع کردم به انجام دادم خیلی بهتر شده برام، اون بازخوردی که از تدریسم گرفتم بهتر بوده. و نکته بعدی هم که میخوام بگم، حالا میدونم خیلی از دوستانم باش مخالفت میکنن، ما تقلب رو هم به عنوان یک روش یادگیری در نظر بگیریم. یعنی اون اگه ما هدف ما یادگیریه، مسلما اون سوالی که سر جلسه امتحان یا آزمون دوستمون بهمون میرسونه، من مطمئنم این بازدهیش توی بازخوردش توی ذهنمون یه تایم خیلی بیشتریه و توی تایم بیشتری توی ذهن ما باقی میمونه. حالا نه به این دلیل که ما بگیم همه سوالاتو بشینن تقلب کنن، نه، بر مبنای همون شناختی که از بچه‌ها داریم میدونیم ما احتمال تقلب کردن زیاده
بر مبنای اون شناختی که از افراد داریم بیایم گروه بندیشون کنیم و حالا مثلا یک سری امتحانات متفاوتی ازشون بگیریم، ولی بگیم بچه ها اینو به صورت گروه بندی جواب بدین. مثلا اون افرادی که دیدیم اکتیو تر هستن، فعال تر هستن سر کلاس، بیایم اونا رو با همدیگه یک امتحان نسبتا سخت‌تر ازشون بگیریم، با همکاری همدیگه جواب بدن، چون من مطمئنم این بازدهیش خیلی بالاست. و اون افرادم که حالا ضعیف‌تر هستن با کمک همدیگه بشینن به یک سوال یا یک امتحانی جواب بدن. و نکته بعدی هم بیایم به تاریخچه یادگیری خودمون نگاه کنیم، به عنوان استاد، به عنوان معلم، اون مطالبی که الان یادتونه دارین توی زندگی ازش استفاده می‌کنید، آیا از کسی یاد گرفتین یا همون تمریناتی بودی که خودتون رفتین دنبال حل و جوابش؟ یعنی مثلا آیا این چیزی که من الان دارم تو زندگیم ازش استفاده میکنم نتیجه آموزشیدن توسط یک استاد بوده، یا این که نه، نتیجه این بوده که خودم رفتم دنبالش، خودم رفتم مثلا دنبال این مسئله برام پیش اومده رفتم دنبالش، استاد صرفا فقط محرک این بوده که اون مطلب رو برای من پیش بیاره. به نظر من یاد، حالا شاید ترکیبی از هر دوتاش باشه، ولی اون چیزایی که خودم رفتم دنبالش خیلی بازدهیش بیشتر بوده برای حداقل خود من. میتونم بگم شاید 90% چیزایی که من الان دارم تو درس فیزیک ازشون استفاده میکنم مطالبی بوده که خودم دنبالشون رفتم، نه اینکه از استاد کسی یاد گرفته باشم. درسته استادا خیلی جا نقش محرک داشتن، ولی به هر حال اون چیز آخری کاری بوده که زحمتی بوده که خودم کشیدم. این در واقع یادگیری بیشتری، بازه یادگیری بیشتری داره و بر همین مبنا هم هست که تو بحث علوم تربیتی الان چیزی مطرح شده که در اصطلاح learn to learn، یاد بگیرن که چگونه یاد بگیرن. به نظر من آموزش مجازی باعث شده که ما به زور بریم به این سمت که به دانش آموزان یاد بدیم چطوری یاد بگیرن، نه اینکه صرفا فقط مطالبی رو از ما حفظ کنن و بخوان همونو توی جلسه امتحان یا آزمون، حالا اینکه مثلا بخوایم وبکم روشن کنیم و اینا، بخوان در نظر بگیرن. بعد یه سوالی هم که حالا مثلا ما بخوایم وبکم هم حتی براشون پیدا کنیم، مطمئن باشیم اون کسی که چیزی برای دست دادن نداره روش تقلبش رو پیدا میکنه. مثلا تو این بحث این که بخواد وبکم روشن باشه، خب شما صفحه مانیتور رو میخواین چیکار کنین؟ دقیقاً زل میزنه توی وبکم، بعد مثلا پی دی اف کتاب یا پی دی اف فایل چیزی رو داره دقیقاً از روی همون مینویسه. ما هم خیلی خوشحالیم از اینکه دقیقاً هیچ چیز کسی کنارش نیست یا مثلا کتابی جلوش باز نکرده، در صورتی که اون داره از صفحه کامپیوترش استفاده میکنه. خیلی ممنون بابت این فرصتی که به من دادین، به هر حال تجربیات بنده. خیلی ممنون آقای ساکی از صحبتاتون. یه مسئله رو من میخواستم اینجا مطرح کنم. ببینید، ما قبل از اینم که اصلا این دوران مجازی باشه، اون موقع که دوران کلاس همه به صورت حضوری بود، یه مشکل جدی که ما تو دانشگاه داشتیم تفاوت آموزش در دبیرستان و آموزش در دانشگاه بود. توی دبیرستان خب عمدتاً سیستم این بود که بچه رو سوق بدن به سمت یه سری حفظیات و هیچ تلاشی برای اینکه قدرت خلاقه دانش آموز رو پرورش بدن نبود. بچه خب این چیزا رو حفظ میکنه، میاد تست کنکور میزنه، یه رتبه میاره، میاد دانشگاه. بعد اونجا ما با اینا چالش داشتیم که خب وقتی میخواستی بگی این مسئله رو برو دنبالش یا این کار رو مثلا تو پیدا کن، نمیتونست این کار رو بکنه. یاد گرفته بود که بهش بگن اینو بخون، حفظ کن و بیا همینو امتحان بده. من دانشجوی دکترا داشتم که برای امتحانش به من میگفت اگر من این جزوه رو بخونم پاس میکنم یا نه. یعنی این بحث تا اونجا رسیده بود. حالا ما یه اشکالی توی آموزش پرورش داریم که خب دوران حضوری هم با این مشکل مواجه بودیم و این الان که آموزش مجازی شده به صورت حادتری داره خودشو نشون میده. ما معتقدیم که باید خلاقیت رو روی خلاقیت بچه کار کنیم، اما بچه هایی که تمام دوران دبستان و دبیرستان هیچ کار خلاقانه ای نکردن، ما چجوری میتونیم رو خلاقیت اونا کار کنیم؟ من فکر میکنم که ما برای آموزش مجازی حالا خب راهکارهای خودمون میدیم، ولی باید یک بازنگری اساسی توی آموزش پرورش بشه. کاری که الان ما توی شاخه بانوان استارتش رو زدیم که انجام بدیم، هنوز انجام ندادیم، ولی خب اومدیم روی روش‌های آموزش مجازی و
برای حتی پیش دبستانی و دبستانی که خلاقیت بچه ها رو پرورش بده میخوایم کار بکنیم. و من فکر میکنم که این مهمتر از اینه که حالا ما روی دانشگاه خیلی بخوایم سرمایه گذاری کنیم، چون دانشجوها الان اون بیس قبلی رو دارن. ما باید بیایم از اول یه نسلی که خلاق باشه رو پرورش بدیم، بعد توی دانشگاه هم بیایم بگیم که خب حالا شما آدم های خلاقی هستید، حالا اینجوری امتحان بدید، اینجوری سر کلاس بیاید و الی آخر. من از آقای دکتر اشتهادی میخوام درخواست کنم که اگر صحبتی توی این زمینه دارم بفرمایید. آقای دکتر اشتهادی. بله، خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. لا کنید، من چند تا نکته کوچیک رو میخوام دوباره پیرو به صحبتهایی که شد بهش برگردم. یکی اینکه نگاه کنید، نکته اساسی اینه که ما میخواییم نگاهمون به آموزش مجازی رو به عقب باشه یا رو به جلو. یعنی اگر نگاهمون به آموزش مجازی اینه که یک دوران گذراست و ما بعدا برمیگردیم، خب میشه روش های از این جنس که آموزش قدیممون رو در فضای مجازی هم داشته باشیم بهش نگاه کنیم. این که مثلا من وبکم روشن بکنم و یا کارهای از این جنس، در واقع ما داریم فضای مجازی رو به فضای حقیقی تبدیل میکنیم، نه اینکه از فضای مجازی استفاده کنیم. اینها با فرض اینه که این چند وقت میگذره و بعد دوباره ما میایم بچه ها رو سر کلاس مینشونیم، ازشون امتحان میگیریم و دیگه مشکل تقلب هم حل میشه. آره، این چند روزی که ما در مشکل مجازی داریم، این فضای مجازی رو چجوری من به فضای حقیقی قبل از کرونا تبدیل؟ نگاهی که من شخصا دارم نگاه اینه که نه، این دوران کرونا به ما یاد داد که باید آموزشمون اصلا کلا عوض بکنیم. یعنی در آینده قراره به سمتی بریم که آموزش مجازی، پس بعد از امکانات آموزش مجازی استفاده بکنیم. و تبدیل دنیای مجازی به دنیای حقیقی خیلی چیز جذابی نخواهد بودش. ما خود دنیای حقیقی مجازی برای ما خیلی امکانات برامون آورده. و بعد حواسمون به این باشه، مثلا یکی از مشکلاتی که ما باهاش مواجه خواهیم بود و مشکل خیلی جدی سنفی میتونه باشه، مثلا اینه که من چرا باید دوباره درس بدم وقتی که کلاس های درس ما داره ضبط میشه، خیلی از استادان دانشگاه کلاسشون ضبط داره میشه، چرا من باید دوباره برم همین درس رو سر کلاس برای بچه‌ای بدم که قراره از پشت مونیتور منو ببینن؟ آیا چه فرقی میکنه که این فیلم ضبط شده باشه یا فیلم قبلا ضبط شده باشه یا زنده باشه؟ وقتی که بدتر از این، اصلا چرا من باید درس بدم؟ مثلا درس الکترومغناطیس رو الان آقای دکتر مشفق تدریس کردن، خیلی جذاب تدریس کردن و توی فضای مجازی در اختیار هست، مجانی هم هستش. چرا من باید برم دوباره الکترومغناطیس رو درس بدم و وقتی میدونم به خوبی دکتر مشفق نمیتونم درس ارائه کنم؟ خب در این یا مثلا درس میخوام مکانیک آماری بدم، فیزیک آماری بدم، از روی کتاب دکتر کاردر میخوام درس بزنم و دکتر کاردر خودش تو MIT این درس رو ارائه کرده، به خود نویسنده درس داده کتابشو و خیلی بهتر از من حتما درس. بعد برمیگردیم که اصلا چرا باید من این کار بکنم؟ خب ما در فضای مکتوب قبلا این کار رو نمیکردیم. مثلا اگر شما یک هالیده یک کتاب فیزیک خوب نوشته، همه دنیا دارن هالیده رو تدریس میکنن. حالا اگر هالیده رزنیک یک کتاب یکی بهتر از این دو کتاب نوشته بشه، اون وقت احتمالاً میتونه جای این دو کتابو بگیره. من فکر می‌کنم یواش یواش در آموزش مجازی هم همین اتفاق باید بیفته. اون وقت نقش معلم چی میشه؟ آیا ما خودمون با دست خودمون شغل خودمون رو تضییع نمی‌کنیم؟ شاید بعد نقش دیگه‌ای برای معلم سر کلاس تعریف کنیم. یعنی چرا احتیاج هستش که من دوباره حرفای تکراری بزنم؟ چرا این دانشجویان رو نفرستم که این حرفای تکراری رو بشنون از روی فضای ضبط شده و بعد کلاسمون تبدیل شه به کلاس بحث، به کلاس گفتگو، یه کلاسی که حضور ما و دانش آموزمون، دانشجوامون زنده معنی داشته باشه تو اون کلاس؟ این از این چیزیه که من میگم به نگاه آینده. یعنی ما ببینیم که باید در آینده واقعا ما باید، من باید همون جور که کلاس فیزیک 1 رو تدریس می‌کردم دوباره برم از اول پای تخته واسم کلاس فیزیک رو تدریس کنم، ضمن اینکه این دانشجو میتونه همین کلاس رو سال پیش که من ارائه کردم من ببینه دیگه، هیچ فرقی براش که نمی‌کنه. نکته دیگه در مورد امتحانم هم همینه. اگر قرار باشه امتحانم بگیریم، من یا باید سوال‌هایی که سوال‌های قبل دادم رو بدم و نگران تقلب باشم، یا باید سوال با دید جدید سوال طراحی کنم. مثال من بزنم براتون، مثلا در درس فیزیک 1 شما درس پرتابه ها رو دارید. شما میتونید یک سوال بدید که یه پرتابه با سرعت x با سرعت v با زاویه تتا از ارتفاع وای پرتاب میکنیم، مثلا برد این پرتاب چقدر است یا حد اکثر ارتفاع این پرتاب چقدر است، در شتاب جاذبه هم جی بگیرید 10. خب این از اون جنس سوالی که من قبلا توی امتحانا میادم.
همه شما ها میادید این سوالا، خود در اون تحصیل اونم همین سوالا رو حل کردیم، نمره گرفتیم و معلوم ثابت کردیم که فیزیک بلدیم. الان اگر این سوالو من به دانشجو بدم، مطمئنا تقلب، فضا و فضای تقلبه، همه چیش میتونه تو اینترنت در بیاره، از هم کلاسیش بپرسه و مثلا رو حل کنه. ولی بیاید من همین سوال رو نوع دیگه به دانشجو بدم. این مثال سوالیه که من دادم به دانشجوانم. یک ببری رو میخواییم توی قفس توی باغ وحش نگه داریم، میخواییم جلوش یک خندق بذاریم و یه دیوار فلزی، نرده فلزی، و این ببر نتونه از روی این خندق و دیوار بپره بیرون. ارتفاع اینو طراحی کنید، تمام داستان دوباره همونه. یعنی باید مسئله پرتاب و سرعت اولیه و زاویه پرتاب و ایناست، ولی باید همش خودش بره پیدا کنه. به اتفاق باید بره گوگل کنه اندازه بدن ببر رو به دست بیاره، بتونه تخمینی بزنه از سرعت جدا شدن ببر روی زمین، بعد بیاد همون کار رو باید بکنه. ولی باز هم ولی مسئله این دیگه مسئله قابل تقلب نیستش. این اگر دو نفر با هم دیگه مسئله رو حل بکنن، کاملا معلومه که رو هم دست هم نوشتن، یعنی تخمینات بگه میشه یکسان باشه. یک بازیکنی میخواد، دروازه‌بانی میخواد تو فوتبال شوت بکنه و برسونه به نیمه زمین، با چه سرعتی باید ضربه بزنه به این توپ؟ بعد بره خودش در بیاره، تخمین بزنه وزن پای بازیکن، تخمین بزنه وزن بازوش، توپو بره در بیاره اطلاعاتشو. ولی این دیگه سوالای قابل تقلب نیستن. اینها ما باید یه مقدار نگاه رو به جلو داشته باشیم و جنس سوالامون رو عوض بکنیم. ولی اگر رفتش گوگل کرده در آورد اطلاعاتش، هنر خیلی چیزا یاد گرفته. همون نکته که آقای دکتر آقای ساکی هم فرمودن، من باش موافقم کاملا. دانشجویی که بره حتی از بقیه بپرسه، اطلاعاتی بگیره و این مسئله رو بتونه جوابش برای معلم بیاره، خیلی مطلب یاد گرفته. پس نکته‌ای که من دارم اینه که ما در مورد آموزش مجازی شخصا من فکر می‌کنم باید نگاهمون رو به جلو باشه، باید یاد از این فضا استفاده کنیم برای تغییر و تحول، نه اینکه روش‌هایی رو پیدا کنیم که بتونیم آموزش قبلی با ساختار قبلی اون رو حفظش بکنیم. این کار خیلی کار سودمندی نیستش. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر به خاطر صحبت‌های خوبتون. میخوام از خانم دکتر ایرجی زاد درخواست کنم اگر تو این زمینه هایی که مطرح شد صحبتی دارم بفرمایید. نه باز کنم خانم دکتر، فکر من یک رو بیشتیش برم، فکر میکنم که هر جلسه بیشتر دو ساعت دیگه کسی تحمل نداره. اگر که حالا فرض کنیم که شیشم تموم بکنیم، من خیلی کوتاه تأیید میکنم صحبت‌های آقای دکتر اجتهادی رو. به هر حال ببینید، تکنولوژی همونطور که حالا اشارم کردن، بالاخره داره میاد کمک انسان تو همه زمینه‌ها از جمله آموزش. انباشت داده، دسترسی به این داده‌ها بالاخره مهیا هست، ولی آیا انسان واقعا نیاز داره همه داده‌ها رو داشته باشه، یا باید ابزارهای دستیابی رو یاد بگیره و ابزارهای استفاده برای نیازش، برای رفع سوالش. یعنی به هر حال همونطور که تنوع زیستی داریم، بالاخره حرکت به سمت اینه که تنوع حتی دارو هم، یعنی داروی مناسب فرد باید طراحی بشه که تا پاسخگوی سلامتی افراد باشه، و حتی آموزش ها هم متناسب باید با فرد باشه. فرد در یک جامعه که این جامعه متصل به فرهنگ، درسته که بهترین استاد شاید در MIT بره درس بده، ولی برای یه جامعه شاید متفاوت با جامعه ما درس میده. حالا شاید در مورد فیزیک بگید فیزیک این سر دنیا و اون سر دنیا نداره، ولی به هر حال در حوزه های فرهنگی و انسانی قطعا تفاوت هایی هست، و در نتیجه اینجاست که ما از تکنولوژی استفاده می کنیم، از بهترین استادا در سطح بین المللی می تونیم با این امکانات فضای مجازی استفاده بکنیم، ولی باید در کنارش معلم باشه.
این ارتباط معلم دانش آموز، ارتباط انسان با انسان در یه فضای فرهنگی دوستانه میتونه به دانش آموز، دانشجو این قابلیت ها، مهارت ها، متد های برخورد با مسئله و حل مسئله رو یاد بده. اصلا ایجاد سوال، دنبال کردن سوال، دریافت پاسخ، نحوه تفکر، اینا چیزایی است که حالا بعد یاد بگیریم که ببینیم که چجوری وارد بشیم. و به نظر من نقش معلم ها باید یه مقدار تغییر بکنه، به جای اینکه بگیم که حذف معلم، ما باید بگیم تغییر نقش و اهمیت پیدا بکنه در آموزش. این یه نکته بود که من فکر کردم که روش ما مانور بدیم. و حالا شاخه بانوان که خوشبختانه داره وارد این حوزه آموزش میشه، باید ببینیم که چه پیشنهاداتی داره. و خوشبختانه انجمن فیزیک که وارد بحث انشالله میشه، باید بخوایم ازش که این تجارب رو که امروز بخش خیلی خوبی رو دوستان گفتن به عنوان معلم دبیرستان ها یا دانشگاه ها، اینها رو ما باید جمع بکنیم، منتقل بکنیم. و واقعا من میخوام انجمن یه بخشی رو بذاره فعال کنه، چه به صورت ترچه، به صورت پایان‌نامه، که یه سری ابزارها و نرم افزارهایی طراحی بشه که ما پدیده ها رو بتونیم با سیمولیشن، ما ویرچوال لب اگر داشته باشیم. این بحثی که گفتم عدالت آموزشی، خب یه دانشجویی فرض کنید در یه منطقه دور از تهرانه و خب الان به راحتی میتونه در اتصال باشه همه جا، و چرا ما تو انجمن فیزیک یه سری بانگ اطلاعاتی نداشته باشیم که خیلی از پدیده های قامز فیزیکی رو با استفاده از تکنیک های سیمولیشن راحت تر بکنیم. قطعا استاد هم در دسترس میتونه کمک بده به این. و من خواهشم از دکتر اجتهادی به عنوان مسئول انجمن اینه که اینو منتقل بکنن به هیئت مدیره، و از خود اعضای انجمن میشه استفاده کرد ایده هایی برای آموزش مجازی به عنوان کمک. البته در آینده و همطور که یکی از دوستان اشاره کرد، نقشه کمکی دارن اون طرح هیبریدی برای آموزش انسان و دیتا و تکنولوژی برای آموزش. خیلی ممنون، متشکرم از خانم دکتر و از شاخه بانوان که این امکان این جلسه خیلی خوب رو فراهم کردن. نوشته ها رو ما میبینیم و انشالله اگر افراد سوال دارن یا ایمیلشون رو در اختیار بذارن، اگر اینجا پاسخ ندادیم انشالله در آینده پاسخ رو خواهیم داشت. تجربه آزمایشگاه من دو ترم داشتم، دوستان دیگه هم از شریف داشتن. اگر خواستید ما در خدمتتون هستیم برای ارائه تجربه تدریس دروس آزمایشگاهی. متشکرم. خیلی ممنون خانم دکتر ایرجی. قبل از اینکه بخوایم موضوع رو جمع بندی کنیم، من از دکتر مشفق هم درخواست میکنم که ایشون هم نظرشون رو بدن. به نظر میاد که میتونیم این میزگرد ها رو ادامه بدیم. حالا دکتر مشفق نظرشون رو بدن، ما میتونیم صحبت بکنیم که چند وقت یه بار این میزگرد رو داشته باشیم. دکتر مشفق اگه تشریف دارید بفرمایید. خب خیلی جلسه خوبی بود، از دوستان خیلی چیزها در واقع یاد گرفتم. فکر میکنم یه چیزی که در واقع این وسط مخفول واقع شد این بود که ما یادگیری الکترونیکی رو با برگزاری کلاس برخط یکی فرض کردیم. قبلا استاد بیشتر در واقع سخنران بود و تعامل بیشتر به صورت دادن اطلاعات متصور بودیم، و بعد می‌خواستیم که این اطلاعاتی رو که به مردم دادیم، این اطلاعات رو بیاییم ارزیابی کنیم. برای همین مسائل به آزمون و اینها هم در واقع ایجاد شد.
ولی همونطوری که توی اپ های اشتهادی هم در واقع فرمودن این که نکته این هستش که ما برای آینده در واقع چجوری باید فکر بکنیم. این دوران کوتاه یا بلند به هر حال گذرا هستش و ما باید نوع نگرشمون به آموزش رو تغییر بدیم و آموزش تلفیقی ایجاد بکنیم. آموزش تلفیقی به این معنا نیستش که مجازی شود. بدون شک همه در واقع دوباره به کنار هم برمیگردیم، اون تعاملات چهره به چهره، اون برهمکنش های اجتماعی که لازم داریم، چون نوعاً بشر از جنس اجتماعی هستش و نمیتونه هر کسی در واقع پشت خونه بشینه و پشت کامپیوتر بشینه و با هم دیگه ارتباط برقرار کنه. الان میبینیم که ما در تعاملات اجتماعیمون چه چیزهای ساده ای رو داریم از دست میدیم. یک دست دادن ساده با هم دیگه الان میبینید که چقدر میتونه مؤثر باشه. یعنی آموزش از من اون آموزش تلفیقی بلندد هیبریدی که خانم دکتر فرمودن به این معنی که حضور فیزیکی در آینده وجود خواهد داشت، اما محتوای ما محتوای آنلاین و دیجیتال در واقع خواهد شد. بیایم به نکات مثبتی که تو همین چند وقت توی آموزش مجازی دیدیم یک نگاهی بکنیم. ببینید قبلا در واقع داستان اینجوری بود که یک تقویم دانشجویی دانشگاهی مشخص وجود داشت، کلاس‌های مشخصی وجود داشت و بعد حد اکثر این که ما یک ساعت دو ساعت هم در واقع می‌ذاشتیم که با دانشجو در واقع ارتباط داشته باشیم. اما الان استادان و توی در واقع دانش کلاس‌ها گروه تشکیل شده، گروه های واتساپی، گروه های تو شبکه های اجتماعی، گروه ها تو این سامانه ها ایجاد شده. این خود شبکه محوری، این همین تعامل یک قدم رو به جلو هستش. ارتباطاتمون فقط از اون ارتباطات رو در رو ارتباطات ویدیویی شد، تونستیم محتوای قابل ارجاع در واقع ارائه بدیم. قبلا محتواهای ما تنها سر کلاس می‌رفتیم و صحبت می‌کردیم، حد اکثر گاهی از ما می‌پرسن که میشه این کلاس رو ضبط بکنیم، ولی الان ما محتواهامون مجبوریم بیشتر روش فکر بکنیم در قالب نوشته، در قالب فیلم، در قالب صدا و این محتوا محوری در واقع ایجاد شد. ارزیابی هامون رو نگاه بکنیم. قبلا به چند آزمون ساده در واقع نگاه می‌کردیم، ولی الان می‌بینیم که در مورد فعالیت ها داریم صحبت میکنیم. همونطور که آقای دکتر اجتهادی گفتن، مثلا در مورد آزمون هایی که میگم من میگرفتم، هیچ کدومش در واقع اینجوری نبود که بگم تو خودت تنها باشی، نه، میگم خودت داری این کار رو انجام میدی، ولی به اینترنت دسترسی داری، به کتاب دسترسی داری، میگفتم از هر جایی هم که پیدا بکنید شما ارجاع مناسب بده، بگو فقط این رو از کجا آوردی، این برای من قابل ارزش هستش. نکته جالب دیگه این بود که ما توی این داستان فضای مجازی استادها به مشکل برخوردن، یعنی دیدن که یه چیزهایی رو در واقع نمیدونن، سراغ راهنماها رفتن، سراغ یادگیری رفتن، یعنی خودشون رو در واقع بی نیاز از یادگیری ندونستن، شروع کردن خودشون رو توانمند کنن و توانمندسازی در واقع راه افتاد. کلاس همون رو به جای اینکه در واقع فقط یک متوسطی رو در نظر بگیریم و همون رو ارائه بدیم، با توجه به محتوایی که میتونستیم توی یک رنج بزرگتری قرار بدیم، نیاز به کار بیشتری داشت، یک نوع محتوا گذاشتیم، شروع کردیم برای پیشرفته ها هم در واقع محتوای دیگری گذاشتیم. یعنی دانشجو محوری برای ما اهمیت داشت، اهمیت در واقع پیدا کرد. قبلا تعامل ما همونطوری که عرض کردم تو یکی دو تا کلاس با چند تا سخنرانی بود، ولی الان در 24 ساعت هفت روز هفته در جاهای مختلف در واقع این تعامل وجود داره. یعنی نقش استاد از یک سخنران و یک ارائه دهنده اطلاعات بیشتر به یک راهنما تغییر کرده و این به نظر من خیلی خیلی در واقع نکته مهم هستش که این نقش اطلاعاتمون رو باید عوض بکنیم، نقش برهمکنشیمون هم در واقع باید عوض بکنیم. الان توجه بکنید که ارائه های ما تکرار پذیره. قبلا الان یه نکته ای رو خانم دکتر در مورد جلسات گفتن،
اصولا طول سخنرانی ها، طول کلاس ها باعث کاهش تمرکز میشد. به دانشجو میگفتیم چرا با موبایلت داری بازی میکنی، چرا داری این کار داری میکنی، ولی الان نه، الان دانشجو در واقع با توجه به امکاناتی که در اختیارش هستش میتونه بارها و بارها در واقع این رو ببینه، هر جاش خواست پاز بکنه، فکر بکنه در مورد اون موضوع، بعد بره جلو. ولی قبلا در واقع این اتفاق نمیافتاد. من فکر میکنم در آینده ما نباید این رو از دست بدیم و اون کلاس های حضوریمون هم باید باشه. همونطور که اشتراج گفت، من یک بار رفتم مثلا الکترودینامیک درس دادم، چرا هر بار بیام دوباره همون رو درس بدم؟ خب اون هست، بچه ها میتونن برن ببینن و من توی کلاس به اون ارجاع بدم و شروع کنم به تعامل بیشتر، اون راهنمایی کردن. اطلاعات و فیدبکی که در واقع الان از دانشجوانمون میگیریم به مراتب بیشتر. الان با کامنت گذاری همه آشنا شدیم، ولی کی در واقع این کامنت رو ما قبلا داشتیم؟ فرصت سوال و جواب و تعامل نظرم کمتر بود و الان بیشتر هستش. انعطاف پذیری که در مورد زمان و مکان داریم متفاوت هستش. ولی به هر حال برای اینکه در واقع این شرایط بلندد رو در واقع با ایجاد بکنیم، حتما فرایندهای نیاز داره. به نظرم برنامه‌های درسیمون رو هم باید تغییر بدیم. یعنی همین جوری که در واقع قبلا میگفتیم کتاب هالیدی رو این فصل این فصل این درس درس داده بشه، اینجوری آزمون گرفته بشه، یک بازنگری در مورد این باید به نظر من انجام بشه. اعضا برای آموزش و آمادگی پیدا بکنم، پشتیبانی های فنی لازمه و فکر میکنم راه درازی داریم و ولی به فال نیک بگیریم این اتفاقات رو که داریم در موردش فکر بکنیم. خیلی به این اکتفا نکنیم که الان با این مشکل مواجهم، هفته بعد سر کلاسم چه کار بکنم. این دوران گذرا هستش، ولی نوع آموزشمون فکر میکنم که یک تحول جدی پیدا بکنه. روی هر کدوم از این زمینه ها شما میتونید توی جلسات آینده بیشتر صحبت بکنید. در مورد موبایل به نظر من باید واقعا بهش بها داده بشه. الان حدود 4.2 بیلیون نفر در واقع دارن از موبایل استفاده میکنن برای ورزش اینترنت. بنابراین ما باید کلاس هامون رو اصلا طوری ترتیب بدیم که بشه توی اونها استفاده کرد و نکات بسیار متنوعی که تو اینجا وجود داره. ببخشید من زیاد صحبت کردم، انشاءالله تو جلسات بعدی بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون آقای دکتر مشفقی. چند تا دوستان صحبتی دارن، اینا هم بفرماین که ما به قول خانم دکتر ایرجی جلسه رو زیاد طولش ندیم که دوستان خستشن. آقای من میکروفون شما رو باز کردم. سلام عرض میکنم. سلام عرض. بله بله بفرمایید. خیلی مجرد صحبته بسیار جالبی که امروز استاد بزرگوارمون انجام داده و همینطور دوستان عزیز دیگه. یه مطلبی هستش، من فکر می‌کنم یه مقداری البته شاید حالا دوستان بگن که بی ربط هستش به این موضوع، ولی ببینید اصلا علت این که حالا یه سری بحثا شد سر تعلم نکردن دانشجوها و همینطور محصلین و غیره، یه علت اصلی که تو این هست چیه؟ ببینید همه ما برای هدفمون آموزش دیدن دانشجوها و محصلین هستش و دوست داریم که خب اونا بهتر آموزش ببینن و یاد بگیرن و عمیقا درک کنن. ولی علت این که اینقدر نگران این تقلب ها هستیم چیه؟ این اگر دانشجوهایی که میان دانشگاه، اینها از قبل از اون هدف گذاری کرده باشن، هدفشون رو تو زندگیشون پیدا کرده باشن، علاقشون رو، علاقهشون رو، عشق علاقهشون رو توی مسائل علمی پیدا کرده باشن و بر اساس اون دقیقا برن توی جایی که برن، دیگه اصلا این مسائل به این شکل دیده نمیشه. یعنی فرض کنید دانشجویی که با تمام وجودش چندان رشته رو بخونه، مثلا فیزیک بخونه و میدونه تا آخر عمرش میخواد این کار انجام بده، خب این دیگه اصلا دنبال تقلب برای چی باشه؟ علت این که دانشجو میخواد تقلب کنه اینه که بیاد نمره‌ای بگیره و بعد از اون مثلا بتونه تو کار با یه معدل بالا مثلا راحت‌تر پذیرفته بشه. خب ببینید ما مشکلات اینا، مشکلات پایش، مشکلات فرهنگی ماست. دانشجویی که مثلا مجبور فقط نمی‌برم یه دروس یکی از دروس عمومی رو بزنه تا بره مثلا توی دانشگاه خوب بشینه و مثلا فیزیک بخونه که اصلا هیچ ربطی شاید به اون نداشته باشه،
خب اینها باعث میشه یه سری مسائل دیگه تو جامعه ایجاد بشه. ما فرهنگ انتخاب رشته رو فرهنگ آموزش برای دبستان، راهنمایی دبیرستان، حالا تو دوره جدید به هر به شکل دیگه اینها ایجاد بشه، تفکری باشه، یه قبلش ارزیابی شده باشه که از این که مثلا ما اصلا تو کشورمون الان چه تعداد مثلا مهندس مکانیک میخوان، چه تعداد فیزیکدان نیاز داریم. خب اینها اگر حساب کتاب شده باشه و با توجه تنوعی که تو همه چیز هست بس حالا فرهنگی اصلاح شده باشه، شخص نره دانشگاه برای این که بهش بگن فرض کنید دکتر، بهش بگن مهندس فلان، اگر اینها کنار بره مهارت‌ها جای خودش میاد و هر شخصی علاقه خودش رو پیدا میکنه و دنبال علاقه خودش که میره دیگه خود به خود موفق خواهد شد، از هر جایی به هر حال جواب سوالاتش رو پیدا میکنه. با فرمایشات جناب دکتر اشتادی که فرمودن به این شکل مباحث رو چالش ذهنی ایجاد کنیم واسه دانشجوها و درگیر کنیم با اینکه برن مفاهیم اصلی رو بفهمن، حتی تو ساده ترین چیزها. من حالا خودم تدریس میکنم، واقعیتش حالا بوده اصلاحی میکنم دیگه، چون اشوالا هم خودم فیزیکه واقعیتم اینجا دیگه مزاحم دوستان شدم. تو ساده ترین تو همون قوانین نیوتن میشه چالش هایی رو به وجود آورد که خیلی از دوستان به فکر فرو برن و تعمق کنن تا بیان عمیق‌تر کنن. خب این فرمایشی های دکتر شاید فرمودن که به این شکل مثلا شخص مجبور شه، این خیلی عالی هستش. خیلی باز هم تو که دوستان دیگه هم اشاره کردن، ببین تا زمانی که هدف به شخص نمره باشه نمیشه ازش انتظار داشت که اونطوری که نیوتن فکر کرده یه چیزی رو از ابتدا پیدا کرد درگیر شو و با اون حالا به قول خودشون یه جمله خیلی قشنگی داشتن در یه حالت شهودی مثلا به این برس. خب این پیدا کردن اینا یه پاس میخواد. ما اصلا حتی این رو هنو تو جامعهمون تقویندی نکردیم درست که مثلا خب چرا اصلا هر شخصی باید چرا باید فلان رشته رو بره داره بره، کسی که مثلا میخواد بره پای دستگاه تراش وایسه چه لزومی داره که بیاد مثلا فرض کنیم یه رشته دیگر رو تا اصلا تجمی نداره بره داخلش فقط برای اینکه اسمش بشه مثلا دکتر، فقط برای اینکه بشه مثلا فلان مهندس؟ مگه اشکالی داره که تراشکار همونقدر مثلا بهش احترام گذاشته بشه که بگه حالا ببخشید اینجوری میگم از همکاران خودم از استادای دانشگاه مثلا بخواد، مگه احترام ها باید در اساس مدارک باشه الزاما؟ اینها مشکلاتیه که ما تا زمانی که اینا رو حل نکنیم همیشه درگیر تقلب خواهیم بود. همونطور هم که ما دنبال اینیم که نذاریم دانشجوهامون مثلا تقلب کنن، اونها هم ذهنای بسیار هوشیار و اینکه راه های بهتر از ما پیدا کنن و این دائما ادامه خواهد داشت. خیلی ممنون آقای زنبل، چون یکم فرصتمون کمه. آقای یا خانم صحرایی هم میخوان یه صحبتی بکنن، لطفا کوتاه بفرمایید که ما بتونیم یه جنبندی هم بکنیم. بفرمایید. نیستن ایشون، صحرایی خب حالا آقای محمد راستی شما مطلبتون رو بفرمایید تا ایشون ببینیم که اگه جایی هستن بیان. آقای محمد راستی میکروفونتون بازه. سلام عرض میکنم، صدای منو داری؟ بله صداتون رو داری. سلام عرض میکنم خدمت برگزار کنندگان و همه دوستان، آقای دکتر مشفق، آقای دکتر شادی و خانم دکتر یجی و شما خانم دکتر تیم یگر. مطالب خیلی زیاد یاد گرفتیم امروز. من خودم از دانشگاه رازی کرمانشاه هستم، گروه فیزیک
مطالب خیلی جالبی مطرح شد. چند تا نکته رو من می‌خواستم یادآوری بکنم، اینکه مثلا شما می‌تونید ویدیوهای ضبط شده رو نگاه بکنید. نکته اولی که من می‌خوام بهش اشاره بکنم اینه که حالا به عنوان کسی که توی کرمانشاه هست با دانشجوهای کار می‌کنه، از قشرهای مختلف جامعه، قشر ضعیفش و بیشتر به اصطلاح دورتر هستن از این نکاتی که دوستان اینجا مطرح کردن، اینا همش درسته. ولی این نکته ای که باید در طراحی یا مثلا حال کسایی که توی وزارت هستن میتونن روی برنامه‌ریزی ها این کار انجام بدن، مدت زمانی که برای استادی که توی دانشگاه های اطراف ایران داره کار میکنه، اینکه ما مثلا مینیمم 3 درس باید ارائه بکنیم. خب من میشد پیگیری میکنم دیگه، همکاران دیگه معمولا دانشگاه شریف تهران بهش اینا 2 درس دارن و حتی بعضاً هم فکر کنم دانشگاه شریف هر استادی در سال 3 درس ارائه میکنه. خب تایم کمتری برای تهیه لکچر اینها باید صرف کنه، وقت بیشتری میتونه برای دانشجو بذاره، حتی تی ای داره، در حالی که تمام این کارا رو ما توی دانشگاه رازی خودمون باید انجام بدیم. این نکته اول. و نکته و ما باید 10 واحد معذرتیم رو پر بکنیم بدون هیچ گونه ضریبی. برای مثال من باید فیزیک پایه 1 بگم، باید مثلا نسبیت بگم، باید کوانتوم بگم، مثلا در یک ترم تا 10 واحد معذرتیم پر بشه. برای من تایم زیادی نمیمونه برای اینکه با دانشجوها اولا زیاد کار بکنم، اگر بخوام واقعا خیلی خوب کار بکنم مجبورم یه جوری از کار پژوهشیم بزنم. این نکته اول. نکته دوم برای این آموزش مجازی، من چون پیگیری میکنم دوستان دیگه، با دکتر آرش صحبت میکنم، کارای همکارای دیگه هم پیگیری میکنم، مثلا دکتر کریمپور خیلی ایده جالب این ترم دارن اجرا میکنن، امتحان میان ترم و پایان ترم شما گذاشتن صرف از مرتبه 2 نمره، ولی تکوماشون رو گذاشتن 14 نمره. خب بعد تکوما رو که نگاه میکنید، سوالی که دانشجو اون به فرصت کافی داره یه هفته 2 هفته باید فکر کنه و بیشترین بارون رو مثلا از مرتبه 14 تا 15 نمره گذاشتن برای این، به یه ترم پیپری که در آخر باید مثلا اینا ارائه بکنن. و نکته آخری که دیگه زیاد وقت نگیرم، این 2 تا نکته دیگه. نکته بعد این که مثلا من برای فیزیک پایه 1 چند سال هست که از کتاب دکتر آرش استفاده میکنم. نکته حالا بجز این که فارسی نوشته شده، بسیار فارسی قوی هست، دانشجو بسیار احساس راحتی میکنه نسبت به کتاب مثل هالیدی که بسیار به نظرم درسته کتاب قویه، ولی خب برای دانشجو ایرانی نوشته نشده، اینه که تمرین هایی در آخر کتاب هست که اینا حل نشدن. دانشجو هر چقدر گوگل بکنه، هر کاری دیگری بکنه، باید بشینه و فکر بکنه. مثلا خودم برای ترم آینده که این فیزیک پایه درس میدم، برای هر دانشجو تعدادی از این تمرین رو مشخص کردم که اینها رو باید برای من تحویل بده، حل شده حالا هر جوری که هست، و بیشترین بارم نمره رو به این بسات تمرینای تحویلی میدم. و یک نکته آخری هم که بگم این که ببینید، ما دانشجوهایی که اینجا باشون سر کار میکنیم، حالا نمیدونم وضعیت دانشگاه های مرکز چجوری هست، واقعا دانشجوهایی هستن که بعضا میشه اینها رو در بسیار وقتی که وارد فضای دانشگاه میشن، فضای مجازی نه، این جذب دانشگاه میتونه اینها رو بگیره اگر ما فضایی فراهم بکنیم برای این دانشجو. بعضا من مثلا خب یکی از علاقه های شخصی خودم تدریس فیزیک پایه 1 که با دانشجوی سال اول کار میکنم و تازه میام که اینا رو مقدار امیدوارتر بکنیم، ولی خب از 50-60 نفر دانشجوی ورودی واقعا بعضا شما 5 نفر رو پیدا میکنید که خیلی علاقه مندن. ولی خب من الان چیزی که واقعا چندین ساله دارم بهش فکر میکنم اینه که خب با این دانشجویان بسیار ضعیف و بدون انگیزه اومدن، تمام هنر من و انرژی من اینه که بتونم از این دانشجویی که به این شکل اومدن 4 سال بعد یه دانشجو و یه شهروند خوب تربیت بکنم که بتونن فهمیدن رو و اینکه آماده بشن برای دنیای آینده رو بشه به اصطلاح تربیت کرد، یه همچین دانشجویی. منظورم اینه که باید واقعا ما دیدمون هم نسبت به دانشجویی که وارد میشن عوض بکنیم، منتظر باشیم که دانشجوی واقعا شاید بی علاقه با پشتوانه خیلی کمتر ریاضی و فیزیک وارد بشن و اینها رو آماده بکنید. بازم خیلی ممنون، تشکر میکنم. خیلی ممنون آقای راستی. خانمی آقای صحرایی الان در دسترسن که صحبت کنن. صحرایی صحبت کردن؟ خب خانم آقای دکتر صحرایی مگه نبوده؟
صحبت نکردن. من دست علامت دستشون هست، هستن آقای دکتر صحرایی الان؟ خانم دکتر جلسه تا کیه؟ الان یکی دو نفر بس. بله یکی دو نفر آها. صحبت کنن تمومش میکنه، چون اینا دست بلند کرده بودن از من. بله. خانم عرفانی شما هم اگه سریع بفرمایید ممنونتون میشم. ببخشید خانم بتون اجازه مرخصی به من میدید؟ من یه جلسه دیگه ای رو با یه همکار بین‌المللیم توی فرانسه هم این کرده بودم ساعت 6، من بهش گفتم 10 دقیقه دیر میام، ولی الان دیگه 10 دقیقه هم گذشت. خیلی لطف کردید آقای دکتر، از صحبت های شما استفاده کردیم، ان شاء الله جلسات بعدی هم در خدمتتون باشم. خیلی ممنون، ببخشید من معذرت می‌خوام، ولی اینم از مزایای دوران مجازیه که ما با همکاران بین‌المللیمون خیلی راحت تونستیم ارتباط برقرار کنیم، ولی اون جلساتی که همین زمانش با هم نمی‌خونه. ببخشید. بله خواهش می‌کنم. خدا حفظ شما. خدا حفظ شما. خانم عرفانی بفرمایید شما. میکروفونتون بازه. میکروفونم از دفعه قبلی بالا بود. شاید از دفعه قبل مونده. خب دوستان الان ساعت 6 و 11 دقیقه است دیگه، فکر میکنم که همه خسته هستن، کارم دارن، ما جلسه رو اینجا میخواییم تمومش بکنیم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه دوستان استقبال کردن از این جلسه. انشاءالله حالا این ور سال که نه، ما برای مثلا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت جلسه میزه گرد بعدی رو میذاریم، موضوع رو مشخص میکنیم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم. اون چیزی که از صحبتهای امروز میشه جمع‌بندی کرد این بود که ما کلاس‌ها رو ببریم به سمت اینکه به صورت خلاقانه و قدرت خلاقیت بچه‌ها رو روش بدیم به اون صورت برگزار کنیم و امتحان ها رو هم سعی کنیم یه جوری بگیریم که باز بچه‌ای که خلاقیت دارند رو بتونیم توی این امتحان ها ارزیابی بکنیم. به قول این دوستمون راست میگن، ما هر کار بکنیم چه حضوری باشه چه مجازی باشه، اون به هر حال آدم ها پیچیده و باهوش هستن و بخوان تقلب کنن راهش رو پیدا میکنن. حالا ما میخوایم این رو به حداقل برسونیم، حالا چه دوران حضوری باشه چه دوران مجازی باشه، ولی که نکته مهم اینه که ما بتونیم کلاس ها رو، مطالبی رو که تا حالا درس میدادیم به صورتی درس بدیم که جذابتر باشه با استفاده از امکاناتی که تو فضای مجازی داریم، ارزیابی رو در طول ترم پخش بکنیم، ارزیابی های مختلف بذاریم و در نهایت امتحان رو هم به صورتی بذاریم که بچه ها حالا از امکاناتی که دارن استفاده میکنن اشکال نداشته باشه، ولی در این حال ما بتونیم اونها رو، خلاقیتشون رو و ابتکارشون رو محک بزنیم. خانم دکتر ایرج اگه شما صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه ما جلسه رو ختم می‌کنیم. من فقط تشکر میکنم از شما انجمن فیزیک و همه پشتیبانان این جلسه و همه کسانی که با اومدنشون، اظهار نظرشون، چه گفتاری و چه نوشتاری کمک کردن و خواهشان تماس داشته باشید با شاخه، اگر فیزیک پیشه هستید عضو شاخه باشید، چون این شاخه همونطور که اول گفتن یک شاخه فرهنگی هست و درست اسم زنان رو داره، بانوان رو داره، ولی قطعا حضور، همفکری و مباحثش فقط مخصوص بانوان نیست. خیلی ممنون. ممنون از شما. آقای دکتر اشتادی اگه شما حالا وقت اضافه گرفتید صحبتی دارید بفرمایید. نه خیلی من فقط برگشتم برای اینکه گفتم شاید نکات آخر جمع‌بندی رو نشدم و از اون طرف چیزی گرفتم که بعد کم تعداد با تأخیر به شما حق شم، خواستم که در خدمتتون باشم که به جمع‌بندی دوستان و شما رو در جریانش باشم. در خدمتتون هستم. در صورتی که خیلی ممنون از وقتتون. آقای دکتر مشفق شما صحبتی دارید؟ من سپاسگزاری میکنم از برگزاری جلسه و تشکر میکنم از دوستانی که نظر دادن و همکارای عزیزم. زنده باشید. از همه دوستانی که تو این میزگرد شرکت کردن، امیدواریم توی میزگرد های بعدی شما رو ببینیم. الان میتونید به هر حال اگر که ایده ای دارید، بحثی دارید، تجربه ای دارید آماده بکنید برای میزگرد بعدی که از تجربیات شما دوستان دیگر هم استفاده کنند. شب شما بخیر. خداحافظ.